کتاب سوم، مقدمه مترجم. موضوع این کتاب طریقه تعلیم و تربیت جوانان و مخصوصا کسانی است که باید زمامدار امور کشور گردند. انتقادی که در کتاب دوم درباره مضمون داستانها شروع شد، در ابتدای کتاب سوم به پایان میرسد و سقراط چنین نتیجه میگیرد که در داستانها نباید چیزی گفته شود که موجب ترس جوانان از مرگ و چگونگی عالم بعد گردد و یا گریه‌زاری و خنده مفرط و حرص و طمع و شهوت و ستمگری را تشویق کند، بلکه برعکس مضمون داستانها بایستی مروج راستی و خیشتنداری و نیکوکاری باشد. پس از این مبحث، نوبت به سبک انشا و تقریر حکایات و تأثیر آن در اخلاق عمومی میرسد و سقراط شرحی در بیان معایب سبک تقلیدی میگوید. مقصود از سبک تقلیدی سبکی است که در آن نویسنده از اشخاص مستقیما نقل قول می کند و گویی خود را به جای آنان می گذارد. همچنین باید دانست که در یونان قدیم رسم چنین بود که کسی که اشعار و داستانهای ملی را از حفظ می خواند، وقتی به شرح حال اشخاص می رسید، صدا و حرکات و حالات آنان را تقلید می کرد. سقراط هر نوع تشبیه به غیر را چه در سبک تحریر نویسنده، چه در سبک تقریر خواننده، از نظر تعلیم و تربیت مضمون می‌داند، زیرا عقیده دارد که هر کس برای یک کار ساخته شده و دارای روحیه‌ای است مخصوص به خود و اگر از کار و حالت روحی خود منحرف شود و در صدد تقلید دیگران برآید، اخلاقاً تنزل می‌کند و هم به خود و هم به جامعه زیان می‌رساند. بنابراین کسانی که برای کار زمامداری شهر تربیت می‌شوند باید از هر نوع تقلید پرهیز کنند، مگر استثناءً در موردی که تشبیه به بهتر از خود باشد. پس از فراغت از این مبحث، گفتگو به تأثیر موسیقی می کشد. هرچند درباره موسیقی یونان قدیم اطلاع درستی در دست نیست، ولی اینقدر مسلم است که یونانیان در موسیقی خود مقامهایی داشتند که مانند مقامهای موسیقی ایرانی حالات روحی مختلف را مجسم می نموده. سقراط با این مقام ها اشاره می کند و آنهایی را که محزون یا سستی‌آور و یا شهوت انگیز است مردود می خواند و فقط دو مقام را که یکی محرک غیرت و شجاعت و دیگری معرفه سلامت نفس و آرامش روح است می پسندد. همچنین درباره انتخاب سازها و وزنهایی که در موسیقی بایستی به کار رود قواعدی قائل می شود که اساس آن سادگی و پرهیز از تصنع و تکلف است. باری سقراط را عقیده بر این است که اگر همه این اصول در تربیت معنوی جوانان رعایت شود و پرورش بدنی آنها نیز بر پایه تندرستی و میانه روی در باب خواهش های نفسانی استوار گردد، آنگاه جوانان شهر دارای روحی لطیف و عفیف و زیباپرست و بدنی سالم و نیرومند خواهند شد. در نظر سقراط پایه تربیت همانا تربیت روحی است که به کمک حکمت و هنرهای زیبا و نیز ورزش‌های بدنی نفس انسانی را به مقامی که شایسته آن است می‌رساند. به عقیده وی دو غریزه در وجود انسان به ودیعه گذارده شده، یکی غریزه همیت و غیرت و دیگر غریزه حکمت و بردباری. حال اگر یکی از این دو بدون دیگری پرورش یابد، حسن آن مبدل به عیب خواهد شد، یعنی اولی مبدل به خشونت و دومی مبدل به سستی و زبونی خواهد شد. پس هم تربیت روح و هم تقویت بدن توأمن لازم است. حال باید دید که از میان مردم شهر که بدین طرز تربیت یافته باشند، کدام افراد را باید به زمامداری برگزید. جوابی که را که سقراط به این سوال می‌دهد این است که شایسترین افراد سالخوردگانند و در میان آنها هم بهترین اشخاص کسانی هستند که در دوستداری هم میهنان و خدمت به جامعه سرآمد همگان باشند و بر اثر همه گونه آزمایش، صداقت و پایداری آنان در مقابل انواع شدائد و محن و وسوسه ها به ثبوت رسیده باشد. اینها حقا باید به زمامداری انتخاب شوند و نام نگاهبان به معنی واقعی کلمه فقط به آنان اطلاق تواند شد و جوانهایی که هنوز به این مقام نرسیده باشند در خور این عنوان نیستند و باید آنان را کمک و معاون این دسته خواند. در پایان
کتاب سقراط بر سبیل استعاره مردم شهر را زائیده زمین تلقی می کند و چنین می گوید که اهالی شهر همه در شکم خاک میهن پرورش یافته و از سه نوع فلز ساخته شدند. یکی گروه طلایی، یعنی آنهایی که مستعد زمامداری کشورند، یکی گروه سیمین یعنی معاونین آنها، و دیگری گروه آهنین یعنی پیشه‌وران، و بر آنهاست که هر یک در حدود استعداد خود به مرز و بوم خیش که در حکم مادر آنها از خدمت گذارند. موضوعی که در این کتاب مجملاً به آن اشاره می شود و در کتابهای بعد تعقیب می گردد سلب حق مالکیت خصوصی از طبقه زمامداران است تا هیچ نوع علاقه‌ای آنها را از خدمت به مملکت باز ندارد. گفتم اکنون با این اصولی که در باب توصیف خدایان قائل شدیم معلوم شد چه نوع داستانها را باید برای کودکان نقل کنیم و کدام را نوع را نباید نقل کنیم تا پرورش آنان نوعی باشد که خدایان و پدر و مادر خود را پرستیده و با یکدیگر به دوستی و یگانگی رفتار کنند. گفت آری، بقیده من نتیجه‌ای که گرفتیم کاملا درست است. گفتم اگر بخواهیم اینها دلیر بارایند لازم است حکایاتی که برای آنان گفته می شود نوعی باشد که حتی امکان خوف آنان را از مرگ زایل سازد. آیا تو با این نظر موافق هستی یا به گمان تو ممکن است انسان این خوف را در دل داشته و با وجود آن دلیر باشد؟ گفت نه، به عقیده من این ابدا ممکن نیست. گفتم آیا خیال میکنی کسی که جهان مردگان را دوزخی وحشت انگیز تصور کند از ترس مرگ فارق خواهد بود و مرگ را در کارزار بر شکست و اسارت ترجیح خواهد داد؟ گفت یقینا چنین نیست. گفتم پس ما باید راویان این حکایات را تحت مراقبت قرار دهیم و آنها را موظف سازیم که از ذم و قدح در باره جهان مردگان خودداری کرده بلکه در عوض آن را بستانند، زیرا داستانهای آنها نه حقیقت دارد و نه به حال این آنان که باید مرد کارزار شوند سودمند است. گفت آری، همینطور است. گفتم پس ما باید بسیاری عبارات مضر را حک کنیم و اینک از این جمله شروع می کنیم: من روستایی و خدمت به غیر را در این دنیا ولو در منتهای فقر باشد ترجیح می دهم به این که در عالم بعد بر همه مردگان سلطنت کنم. یا اینکه میگوید درهای آن خانه خوفناک و نفرت انگیز که خدایان نیز از آن بیزارند بر روی همه موجودات چه فانی چه باقی باز خواهد شد. یا اینکه میگوید پس از آن که مردیم روح و سایه از ما در جهان مردگان باقی خواهد ماند اما ادراک و عقل از میان خواهد رفت. یا اینکه میگوید فقط او، یعنی تیر زیاس است که قوه ادراکش باقی مانده و دیگران جز سایه گذاران چیزی نیستند. یا اینکه میگوید روح از بدن پرواز کرد و به جهان مردگان رفت در حالی که بر عاقبت خود میگریست و از گذشتن ایام جوانی و توانایی مقموم بود. یا اینکه میگوید روح مانند دود در زیر خاک ناپدید شد در حالی که ناله دلخراشی میکرد. یا اینکه میگوید همچنان که خفاش هایی که در پناهگاه غار مقدس جا گرفتند وقتی یکی از آنها به زمین افتاد دیگران برخاسته و فریاد کنان گرداگرد غار پرواز میکنند و به یکدیگر متصل میشوند، همانطور ارواح هم زجه کنان به اتفاق یکدیگر حرکت میکردند. ما از هومر و شعرهای دیگر خواهیم کرد که از این کار ما یعنی حک کردن این عبارات خشمین نشوند، زیرا مقصود ما این نیست که اینها فاقد جنبه شعری است و منکر هم نیستیم که بیشتر مردم از آنها لذت میبرند، بلکه نکته این است که هرچه اینها بیشتر شاعرانه باشد کمتر شایسته آن است که به گوش اطفال و مردانی برسد که میخواهیم آزاد بار بیایند و مرگ را بر اسارت ترجیح دهند. گفت البته چنین است. گفتم همچنین لازم است همه عناوین مهیب و وحشتناکی را هم که برای آن عالم قائل شده اند به یک سو بیفکنیم، مانند رود تلخ ورود جهان مرگ و دوزخ و شبح و سایه و کلمات دیگر از این قبیل که تنها آهنگ آن لرزه بر تن مستمع می افکند. شاید به کار بردن این عبارات برای مقاصد دیگر بیفایده نباشد، اما در مورد نگاهبانان شهر بیم آن داریم که این ترس و لرز آنها را
بیش از اندازه سست و خائف کند. گفت آری این بیم ما به جا است. گفتم پس آیا باید این عبارات را حذف کنیم؟ گفت آری. گفتم به جای آنها باید در نظم و نثر کلمات ضد آنها را به کار بریم؟ گفت بدیهی است. گفتم بنابراین باید عبارات حاکی از ندبه و زاری را هم که مردان بزرگ نسبت می‌دهند حذف کنیم؟ گفت آری. از این کار ناچاریم. گفتم اما اول ببینیم که حذف کردن اینها عمل موجهی است یا نه. ما تصدیق داریم که مرد خردمند مرگ را برای خردمند دیگر که دوست او باشد امر مهیبی نخواهد دانست. گفت آری تصدیق داریم. گفتم پس بر مرگ او چنان نخواهد گریست که گویی بلیه‌ای رخ داده باشد؟ گفت صحیح است. گفتم این را هم تصدیق داریم که جز مرد خردمند کسی نیست که خود به تنهایی ضامن سعادت خیش باشد، یعنی در میان مردم شخص خردمند کمتر از همه نیازمند به وجود دیگران است. گفت راست است. گفتم پس فوت فرزند یا برادر یا از دست رفتن ثروت و مال برای چنین شخص مانند دیگران طاقت فرسا نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اگر چنین مصیبتی برای او رخ دهد کمتر از مردم دیگر زاری می کند و بردباری بیشتر از خود نشان می دهد؟ گفت یقین است. گفتم پس ما حق داریم ننگ ندبه و زاری را از نام مردان بزرگ برداریم و این کار را فقط به زنها، آن هم زنان معمولی و مردان فرومایه نسبت دهیم تا آنهایی که می خواهیم برای نگاهبانی شهر تربیت شوند از تعصیب آنان شرم داشته باشند؟ گفت آری درست گفتی. گفتم پس بار دیگر از هومر و شعرهای دیگر درخواست خواهیم کرد که آشیل فرزند یک رب و نوع را چنین معرفی نکنند که گاه به پهلو خابیده بود، گاه به پشت، گاه به شکم و پس از آن بر می‌خواست و با خاطری پریشان در کرانه دریای بزرگ افتان و خیزان به راه می‌افتاد، یا اینکه با دو دست خاک سیاه را برداشته به سر خود می‌ریخت، یا اینکه لاینقطع گریه و زاری می‌کرد. و نیز نباید پریام را که از نوادگان نزدیک خدایان است چنین معرفی کنند که التماس می کرد و در حالی که در گل قوطه می خورد سربازان خود را یک به یک به اسم می طلبید. مخصوصا با اصرار بیشتر درخواست خواهیم کرد که یک چنین نوح سرایی به خدایان نسبت ندهند که چه واژگون بخت بودم، چرا پهلوانی که زادم دچار چنین سرنوشتی شد؟ و اگر از خدایان سخن رانند نباید جسارت را به جایی رسانند که این کلمات را به خدای اعظم نسبت دهند. آه آه آن پهلوان محبوب را گرد شهر گریزان می‌بینم. چقدر قلب من از این منظره متعلم است. یا اینکه وای وای من میان همه مردم سارپدون را دوست می‌دارم، ولی سرنوشت او این است که به دست پاترو کلوس پسر منو تئوس کشته شود. ای آدیمانتوس عزیز، اگر جوانان ما این گونه عبارات را به جد نگیرند و متوجه نشوند که اینها لاتائلاتی است که سزاوار شأن خدایان نیست و فقط قابل استهزاء است، مشکل است درباره خود که بالاخره بشرند آن نوع اقوال و اعمال را ناشایسته بدانند و اگر اتفاقا مرتکب این گونه گفتار یا کردار شوند شرمسار و نادم گردند. پس در نتیجه به محض اینکه با کوچکترین ناملائمی مصادف شوند بدون خجلت و با کمال بیقراری شروع به گریه و زاری خواهند کرد. گفت درست گفتی. گفتم ما به دلایلی که گفتم نباید بگذاریم چنین شود و باید در این نظر خود پایداری کنیم تا وقتی که کسی استدلال بهتری عرضه دارد. گفت تصدیق دارم. گفتم نکته دیگر این است که نگاهبانان ما زیاد هم نباید مستعد خنده باشند، زیرا خنده مفرط همیشه تشویش و استراب مفرطی هم در پس خواهد داشت. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم پس ما نباید بگذاریم شعرا مردمان نامی را در حالتی به ما معرفی کنند که خنده بر آنان چیره شود، تا چه رسد به این که چنین حالتی را به خدایان نسبت دهند. گفت آری راست است. گفتم بنابراین ما این بیان هومر را درباره خدایان نمی پسندیم که می گوید وقتی خدایان مقدس ساقی لنگ را دیدند که با نهایت چابکی از این سو به آن سو می شتافت، خنده چنان سخت به ایشان دست داد که هیچ باز نمی ایستاد. بنابراین استدلال تو این عبارت پسندیده نیست.
گفت اگر میل تو این است که بگویی این استدلال من بود، حرفی ندارم. در هر حال مطلب صحیح است. گفتم نکته دیگر اهمیت راستگویی است. اگر همانطور که ما کمی پیش گفتیم دروغ برای خدایان بیفایده باشد و برای بشر نیز فقط خاصیت دارویی داشته باشد، پس واضح است که به کار بردن یک چنین دارو باید تنها به تجویز پزشک صورت گیرد و کسی که پزشک نیست نباید با آن سر و کار داشته باشد. گفت بدیهی است. گفتم پس اگر دروغ گفتن برای کسی مجاز باشد، فقط برای زمامداران شهر است که هر وقت صلاح شهر ایجاب کند، خواه دشمن خواه اهل شهر را فریب دهند، اما این رفتار برای هیچ کس دیگر مجاز نیست و اگر فردی از اهالی شهر به حکام دروغ بگوید، جرم او نظیر یا حتی اشد از جرم شخص بیماری است که پزشک خود را فریب دهد یا شاگرد ورزشکاری که حالت بدن خود را از استاد ورزش کتمان کند یا ملاحی که وضع کشتی و سرنشینان آن و کار خود و رفقای خیش را برخلاف حقیقت به ناخدا وانمود کند. گفت بسیار درست گفتی. گفتم پس اگر زمامدار ملاحظه کند که یکی از اهالی شهر یعنی یکی از پیشوران خواه کاهن باشد خواه پزشک خواه درودگر دروغ میگوید، وی را کیفر خواهد داد، زیرا عملی را بدعت گذارده است که هم کشور و هم کشتی از آن تباه خواهد شد. گفت آری، اگر کردار مطابق با گفتار باشد همین طور خواهد شد. گفتم نکته دیگر این است که آیا برای جوانان ما رعایت اعتدال هم لازم است یا نه؟ گفت البته لازم است. گفتم به طور کلی اعتدال عبارت است از فرمانبرداری از زمامداران و خودداری در مسئله اکل و شرب و هواهای نفسانی. آیا اینطور نیست؟ گفت گمان می کنم اینطور باشد. گفتم پس ما عبارتی را که هومر از قول دیومدس نقل می کند می پسندیم که می گوید ای دوست خاموش بنشین و فرمان مرا اطاعت کن، و نیز این را می پسندیم که می گوید یونانیان در این خاموشی سخت حمله ور شدند و سکوت آنان حاکی از احترامی بود که نسبت به فرمانداران خیش داشتند، و همچنین عبارات دیگر از این قبیل. گفت آری. گفتم اما درباره این عبارت چه میگویی؟ ای باد پرست، ای که چشمت مانند چشم سگ و دلت شبیه دل بز است، آیا این کلمات و نیز عبارات بعد از آن قابل ستایش است؟ آیا این گونه گستاخی های افراد نسبت به حکام که به نظم و نسق نقل شده و میشود قابل تحسین است؟ گفت نه. گفتم آری، این اقوال هرگز درس اعتدال به جوانان ما نخواهد آموخت، هرچند بعید نیست که یک نوع اثر تفریحی داشته باشد. نظر تو چیست؟ گفت با تو هم عقیدم. گفتم ببین، شاعر از قول کسی که از همه مردمان خردمندتر است چه میگوید؟ میگوید در نظر وی زیباترین منظره این است که سفره پر از انواع خوراکی ها باشد و ساقی شراب را از خم بیرون آورده پیاله ها را ربلیز کند. آیا به عقیده تو شنیدن این عبارات ممکن است اعتدال و خیشتنداری در جوانان ایجاد کند؟ یا این عبارت که میگوید مردن از گرسنگی از همه نوع مرگ غم‌انگیزتر است؟ یا این افسانه که میگوید زئوس هنگامی که همه خدایان و مردمان به خواب رفته بودند تنها بیدار مانده بود، ناگهان شهوت چنان بر او غالب شد که همه اندیشه های خود را فراموش کرد و از دیدن هرا به حدی از خود بیخود شد که نمیتوانست صبر کند تا به خوابگاه برسد، بلکه میخواست در همانجا و بیدرنگ با او درآید و میگفت هرگز به این اندازه خواهان تو نبودم، حتی در آن نخستین دیدارهای نهانی که از پدر و مادر مخفی میکردیم. یا داستان این که به علت وقایعی نظیر همین که گفتیم هفاستوس دست و پای آرس و آفرودیت را زنجیر کرد. گفت راست است که این داستان ها معید خیشتنداری نیست. گفتم اما اگر کردار و گفتاری که مردان بزرگ نسبت داده می شود حاکی از استقامت باشد، باید آنها را مورد تحسین قرار دهیم و مثلا به این گونه عبارات گوش فرا داریم که می گوید وی سینه خود را بکوفت و نفس خیش را سرزنش کرد. گفت ای دل، پیش از این تو مصائب شدیدتر از این را تحمل کردی. گفت درست گفتی. گفتم مردان جنگی ما نباید طالب ثروت و رشوه باشند. گفت راست است. گفتم پس این عبارت نباید به گوش آنها برسد که میگوید با هدیه میتوان خدایان و پادشاهان ارجمند را قانع ساخت. همچنین این که میگوید فنیکس
آموزگار آشیر به شاگرد خود چنین پند داد که اگر اهالی آکایا به تو هدیه دادند به آنها کمک کن، ولی اگر هدیه ندادند هیچ از دشمنی با آنها دست بر ندار. ما قبول نخواهیم کرد که این پندیز حکیمانه و نیز درباره آشیل چنین تصور یا تصدیقی نخواهیم کرد که وی از فرط دلبستگی به مال دنیا از آگاممنون هدیه گرفت یا تنها به این شرط حاضر شد جسد هکتور را پس بدهد که فدیه‌ای برای جسد بپردازند. گفت یقین است که این گونه اعمال قابل تمجید نیست. گفتم اگر به خاطر احترامی که من نسبت به هومر دارم نبود، می گفتم که انتساب این اعمال به آشیل یا قبول اتهامات بدگویان درباره وی مخالف دینداری است و همچنین است اظهار اینکه وی به آپولو گفت ای ستمگرتر از همه خدایان، این آسیب از تو به من رسید. اگر قدرت داشتم سخت از تو انتقام می‌گرفتم. یا اینکه وقتی از اطاعت گزانته که یکی از خدایان بود سرپیچید و می‌خواست با آن بجنگد، یا اینکه وقتی پاتروکلوس دوست او مرد، به گیسوان خود را که نظر رود مقدس سپری کیوس بود تقدیم جسد آن پهلوان نمود. ما نمیتوانیم باور کنیم که او چنین کرده باشد، و اما اینکه میگویید جسد هکتور را روی خاک دور قبر پاتروکلوس کشاند و اسیران را سر بریده در آتش افکند، همه این حکایات را دروغ میپنداریم و نمیگذاریم مردان جنگی ما این قول را باور کنند که آشیل که مادرش رب و نوع و پدرش پل یوس نیکوکار و خود نواده زئوس و تربیت یافته شیرون حکیم بود، روحی بی اعتدال داشت و دو عیب متضاد در او یافت می شد، یکی خصلت توأم با حرص و دیگر خودخواهی و خارشمردن خدایان و مردمان. گفت درست گفتی. گفتم همچنین راجع به عمل فجیعی که تسوس پسر پوزیدون و پیر تئوس پسر زئوس نسبت داده و میگویند که اینان دختران را میره بودند، و نیز راجع به اعمال گستاخانه و شرارتهایی که برخلاف حقیقت در حکایات به فرزندان خدایان و پهلوانان نسبت داده شده، ما نه خود این اعمال را باور خواهیم کرد و من نه به دیگران اجازه تفوه به آن را خواهیم داد، بلکه شعرهای خود را وادار خواهیم کرد که یا بگویند چنین اعمالی از اینان سر نزده، یا بگویند اینان فرزند خدایان نبودند. باید یکی از این دو شق را انتخاب کنند و نباید به گوش جوانان ما برسد که از خدایان شرارت سر می‌زند و یا اینکه پهلوانان مزیتی بر مردم عادی ندارند. چنان که گفتیم این داستان‌ها هم مخالف دینداری و هم دروغ است، زیرا ثابت کردیم که ممکن نیست خدایان منشأ شر باشند. گفت آری ثابت شد. گفتم این را هم بگوییم که گوش فرا دادن به این داستان‌ها برای مردم خطرناک است، زیرا اگر کسی بشنود که اعمال بد از بزرگان سرزده و میزند، آیا ممکن است از بدکاری خیشتن پشیمان گردد؟ علل خصوص اگر این گونه اعمال به بزرگانی نسبت داده شود که در توصیف آنان میگویند اقربای خدایان و بستگان نزدیک زئوس هستند، که روی قله کوه آیدا حافظ معبدی به نام پدر خیش می باشند و خون پاک خدایان در عروق آنان جاری است. به دلایل مزبور ما باید این افسانه ها را ممنوع کنیم تا مبادا جوانان ما را برای ارتکاب جرایم مستعد سازد. گفت البته حق هم همین است. گفتم اکنون که بحث ما درباره انواع گفتار است و می خواهیم بدانیم چه نوع اقوال پسندیده و چه نوع نکوهیده است، آیا هنوز نوعی باقی مانده که در نظر نگرفته باشیم؟ ما معلوم کردیم که درباره خدایان بزرگ و کوچک و پهلوانان و ساکنین جهان مردگان چگونه باید سخن گفت؟ گفت آری. گفتم پس گویا حالا نوبت داستانهای مربوط به بشر رسیده باشد. گفت واضح است. گفتم اما ای رفیق، فعلا برای ما ممکن نیست در این باب قاعده ای وضع کنیم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه گمان میکنم عقیده ما این باشد که شعرا و افسانه سرایان در این موضوع مهم به خطا رفتند که میگویند به طور کلی ستمگران سعادتمندند و مردم عادل بدبخت و ظلم مادام که کشف نشود سودمند است و عدالت عملی است به نفع دیگران و به ضرر عادل. پس بر ماست که آنان را از ذکر چنین مطالب منع کنیم و از آنها درخواست نماییم که در آینده خلاف این مضامین را در نظم و نثر خود بیان کنند. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس اگر این مطلب را تصدیق می‌کنی، لابد آنچه را هم که از آغاز این بحث گفته‌ایم تصدیق داری. گفت آری.
گفتم هر وقت کیفیت عدالت را روشن ساخته معلوم کردیم که این صفت به خودی خود و صرف نظر از موضوع شهرت به حال شخص عادل مفید است، آنگاه خواهیم دید که داستانهای مربوط به بشر بر اساس چه موضوعهایی باید ساخته شود. گفت درست است. گفتم پس درباره مضمون حکایات همین که گفتیم بس است و حال باید به موضوع سبک گفتار بپردازیم تا معلوم گردد که شعرها چه مضامینی باید بسرایند و هم آن مضامین را به چه سبکی باید انشا کنند. آدیمانتوس گفت نفهمیدم مقصود تو چیست. گفتم لازم است موضوع را برای تو روشن سازم، شاید از این راه بهتر به مطلب پی ببری. آیا نه این است که آنچه افسانه سازان و شعرا نقل می کنند یا حکایت از وقایع گذشته است یا شرح وقایع حاضر و یا بیان وقایع آتیه؟ گفت جز این چه میتواند بود؟ گفتم آیا اینطور نیست که سبک بیان آنها یا روایت ساده است یا روایت تقلیدی یا هر دو؟ گفت خواهش میکنم این نکته را هم برای من واضح سازی. گفتم معلوم میشود من معلم بدی هستم و مطلب خود را نمیتوانم خوب ادا کنم، پس با تعصیب اشخاصی که از بیان مطالب خیش عاجزند کلیات را کنار گذارده و از طریق یک مسئله خصوصی میکوشم تا مقصودم بر تو آشکار شود. البته آغاز داستان ایلیاد را به خاطر داری که شاعر میگوید کریسیس از آگاممنون درخواست کرد که دخترش را آزاد کند و چون به این تقاضا را با خشم رد کرد، کریسیس به درگاه آپولو روی آورد، سپاه یونانیان را نفرین نمود. گفت آری. گفتم پس میدانی که تا آنجا که میگویید وی به همه یونانیان التماس کرد، مخصوصا به دو فرزند آتریوس که رؤسای قوم بودند. شاعر از جانب خود سخن میگوید و نمیخواهد به ما تلقین کند که گوینده کسی غیر از خود او است، اما عبارت بعد از آن نوعی است که گویی او خود کریسیس است و شاعر یعنی هومر با کوشش تمام میخواهد ما را متقاعد سازد که گوینده او نیست بلکه آن کاهن پیر است و بقیه داستان وقایع ایلیوم و ایتاکا و اودیسه نیز تقریبا همه به همین سبک نوشته شده است. گفت درست است. گفتم هم وقتی که شاعر گفته دیگران را نقل می کند و هم وقتی که در خلال آن گفته ها وقایع را شرح می دهد، این هر دو سبک روایت است. آیا چنین نیست؟ گفت چرا. گفتم اما وقتی که به نام کسی دیگر سخن می گویید، آیا نه این است که حتی المقدور سبک گفتار آن کس را که به عنوان ناطق معرفی می کند تقلید می نمایید؟ گفت البته همینطور است. گفتم اما اگر کسی بخواهد طرز تکلم یا حرکاتش مانند دیگری باشد، آیا مقلد وی نیست؟ گفت چرا. گفتم پس در این صورت معلوم می شود هومر و شعرهای دیگر در داستانهای خود متوسل به تقلید شدند. گفت آری. گفتم بالعکس، اگر شاعر شخصیت خود را هیچگاه مخفی نکند، تقلید به هیچ وجه در اشعار و حکایات او راه نخواهد یافت. حال برای اینکه نگویی باز هم نفهمیدم، این نکته را برای تو روشن می‌سازم. اگر هومر پس از بیان این مطلب که کریسیس به امید اینکه دخترش را با دادن فدیه پس خواهد گرفت هدایایی آورده و به اهالی آکایا مخصوصا به رؤسای قوم التماس کرد همین سبک را ادامه میداد، یعنی به نام خود که هومر باشد سخن میگفت، نه چنان که گویی مبدل به کریسیس شده باشد، دیگر تقلیدی در کار نبود بلکه سبک او سبک روایت ساده میشد، در این صورت طرز گفتار او تقریبا اینطور میشد که من بیان خواهم کرد، جز اینکه چون من شاعر نیستم مطلب را به نثر ادا میکنم. کاهن به اردوگاه آمده دعا کرد که به تأیید خدایان یونانیان شهر تروا را فتح کنند و به تندرستی به میهن خود بازگردند و سپس از یونانی ها تمنا کرد که از او فدیه گیرند و به خاطر خدا دخترش را آزاد کنند. وقتی سخن او به پایان رسید، همه یونانی ها نسبت به او احترام کردند و خواهش او را پذیرفتند، جز آگاممنون که خشمگین شد و به او امر کرد که برود و باز پس نیاید و تصور نکند که گرز و پیشانی بند مقدسش او را حفظ خواهد کرد و درباره دخترش همچنین گفت که او را رها نخواهد کرد بلکه با خود به آرگوس خواهد برد که تا زمان پیری با او به سر برد. همچنین به کریسیس گفت که اگر بخواهد به سلامت و تندرستی به خانه رسد باید دور شده او را خشمگین نسازد. پیرمرد از این تهدید ترسید و خاموش شده رفت، اما همین که از اردوگاه دور شد دست
زاری به آستان آپولو بلند کرد و آن خدا را به همه اسامی الهی بخواند و تمنا کرد که به خاطر معابدی که به نام او بنا کرده و قربانی هایی که به درگاه او تقدیم نموده بود توجهی مبذول فرماید و تیرهای خود را بر سر یونانیان فرو ریزد تا انتقام اشکهای وی را از آنان بستاند. ای رفیق، این است سبک روایت ساده که خالی از تقلید است. گفت: فهمیدم. گفتم: پس این را هم بدان که برعکس این نیز سبک دیگری هست و آن عبارت از این است که شاعر بین عبارات منقول چیزی از جانب خود اضافه نکند، به طوری که فقط مکالمه بین طرفین باقی بماند. گفت: آری، فهمیدم. این سبکی است که مخصوصاً در تراژدی ها به کار میبرند. گفتم: خوب متوجه شدی و اینک گمان میکنم مطلب را که پیش از این نتوانستم روشن کنم خوب دریافته باشی، و آن این است که میتوان گفت همه اشعار و داستان ها دارای یکی از این سه سبک است. نخست سبک سرتاسر تقلید است که نمونه آن چنان که گفتی در تراژدی و کمدی یافت می شود. نوع دوم آن است که شاعر داستان را از زبان خود می گوید و شاید بهترین نمونه آن سرده هایی است که به افتخار دیونیز می سازند. سوم آن است که هم سبک تقلید و هم روایت ساده در آن به کار رود و این نوع را در رزمنامه ها و چندین قسم از اشعار دیگر می یابیم. امیدوارم مطلب را دریافته باشی. گفت: آری، اکنون فهمیدم مقصود تو چه بود. گفتم: این را هم به خاطر بیاور که ما قبلا گفتیم که تکلیف مضامین اشعار را معین کرده ایم و اینک در صدد هستیم که سبک بیان آن مضامین را معلوم کنیم. گفت: درست است. گفتم: نکته‌ای که می‌خواستم تکلیف آن را معین کنیم این است که آیا شعرا مجاز خواهند بود حکایت خود را صرفاً به صورت تقلیدی بیان کنند، یا باید قسمتی را به سبک تقلیدی و قسمتی را به سبک دیگر بسرایند، و در صورت اخیر لازم است بدانیم که هر یک از این سبک‌ها در کجا باید به کار رود، یا آیا سبک تقلید را باید بالمره ممنوع سازیم. گفت: فهمیدم چه نتیجه‌ای می‌خواهی بگیری. می‌خواهی معلوم کنی که آیا تراژدی و کمدی را در شهر باید پذیرفت یا نه. گفتم: شاید منظورم این باشد، شاید چیزهای دیگر هم باشد، خودم هم هنوز نمی‌دانم، اما باید به هر کجا که عقل ما را هدایت کند برویم. گفت: خوب گفتی. گفتم: اکنون ای آدیمانتوس، ملاحظه کن که آیا صلاح است نگهبانان ما در صنعت تقلید مهارت داشته باشند یا نه. از آن چه پیش گفتیم معلوم گشت که هر کس میتواند فقط یک پیشه دارا باشد و بس، و اگر کسی بخواهد بیش از یک پیشه داشته باشد در هیچ یک از آنها موفقیت شایانی حاصل نخواهد نمود. آیا اینطور نیست؟ گفت: چرا همینطور است. گفتم: اما همین را درباره تقلید نیز میتوان گفت، بدین معنی که شخص واحد نمیتواند چندین چیز را به خوبی تقلید کند، بلکه فقط یک چیز را به خوبی تقلید تواند نمود. گفت: راست است. گفتم: پس به طریق اولا شخص واحد نمیتواند هم مشاغل مهمی را عهده‌دار شود و هم در این حال بسیاری چیزها را با مهارت تقلید کند، زیرا حتی آن دو نوع تقلیدی هم که ظاهراً بسیار به یکدیگر نزدیکند، یعنی تراژدی و کمدی، چنان که باید و شاید از شاعر واحد ساخته نیست. البته فراموش نکرده ای که گفتی اینها نوعی از تقلید است. گفت: راست است. و همانطور که گفتی شخص واحد هیچگاه در هر دو نوع موفق نمیتواند شد. گفتم: حتی شخص واحد نمیتواند هم اشعار مهیج را به خوبی از حفظ ادا کند و هم بازیگر خوبی باشد. گفت: راست است. گفتم: یک بازیگر نمیتواند هم تراژدی و هم کمدی را خوب بازی کند، با اینکه این هر دو تقلید است. اینطور نیست؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس ای آدیمانتوس، معلوم می شود که استعداد هر یک از افراد بشر متنوع نیست، بلکه محدود به جزء کوچکی است، به طوری که شخص واحد نمی تواند چیزهای مختلفی را به خوبی تقلید کند یا انجام کارهای گوناگون را جدن به عهده گیرد. گفت: راست است. گفتم: پس اگر ما بر طبق قاعده که از همان ابتدا قائل شدیم لازم بدانیم که نگاهبانان ما از همه کار فارغ باشند تا بتوانند با منتهای جد و جهد به کار حفظ آزادی شهر بپردازند و جز این منظور اندیشه‌ای نداشته باشند، در این صورت آنها نباید هیچ کاری دیگر را چه اصالتاً
چه من باب تقلید عهده‌دار شوند و اگر تقلید لازم باشد باید صفاتی را تقلید نمایند که اکتساب آن از طفولیت برای آنان لازم است، یعنی شجاعت و اعتدال و دینداری و جوانمردی و مانند آن، ولی باید از پستی و هر گونه زشتکاری بپرهیزند و تقلید آن را هم نکنند تا مبادا در نتیجه تقلید تا اندازه‌ای به آن اعمال خو گیرند. آیا مشاهده نکرده‌ای که تقلید اگر در جوانی آغاز گردد تا مدتی ترک نشود مبدل به عادت و طبیعت ثانوی شده و اثر آن در صورت ظاهر و آهنگ صدا و اخلاق انسان باقی خواهد ماند؟ گفت یقین است. گفتم پس کسانی که در فکر تربیت آنها هستیم و می‌خواهیم نیکوکار بارایند نباید صفت مردی خود را فراموش کرده حالت زن جوان یا پیری را تقلید نمایند که به شوهر خود دشنام می‌دهد یا به خوشبختی خود قره شده با خدایان همچشمی می کند یا دچار بدبختی شده زاری و فغان می نماید. اجازه این گونه تقلیدها را به آنان نخواهیم داد تا چه رسد به این که بگذاریم حالت زنی را که بیمار یا عاشق یا دچار درد زایمان است تقلید کند. گفت البته نخواهیم گذاشت چنین کنند. گفتم کارهای پست غلام‌ها و کنیزها را هم نباید تقلید نمایند. گفت درست است. گفتم اینان همچنین نباید حرکات مردان بدکار و فرومایه را تقلید کنند، زیرا اعمال آنها مخالف اصولی است که قائل شدیم، به این معنی که با یک دیگر نزاع می کنند و درباره یک دیگر توهین روا می دارند و در حال مستی و یا هوشیاری کلمات شرم‌آور به زبان می رانند و نیز نباید تقلید از مردمانی بنمایند که اقوال و اعمال آنها باعث تحقیر خودشان و دیگران است. همچنین به عقیده من نباید آنان به تقلید گفتار یا کردار دیوانگان خو گیرند. البته باید دیوانگان و اشخاص بدکار را اهم از زن و مرد بشناسند، اما نباید به هیچ یک از کارهای آنان تأثیر کنند. گفت راست است. گفتم درباره فن آهنگران و پیشوران دیگر یا پاروزنان کشتی یا کرجیبانها چه میگویی؟ آیا حرکات اینها قابل تقلید است؟ گفت چگونه قابل تقلید میتواند بود؟ و حالان که ما حق تصدی این کارها را از نگاهبانان سلب نمودیم. گفتم آیا تقلید شیهه اسب و نعره گاو و شرشر نهر و قرش دریا و رعد و این گونه چیزها برای آنان مجاز خواهد بود؟ گفت نه، زیرا ما حرکات جنون‌آمیز و تقلید کار دیوانگان را برای آنها ممنوع ساختیم. گفتم پس اگر درست فهمیده باشم عقیده تو این است که سبکی از گفتار و روایت هست که مردان نیک سرشت هنگامی که بخواهند مطلبی را ادا کنند آن را به کار می‌برند و سبک دیگری هم هست که آن را همواره کسانی به کار می‌برند که از حیث طبیعت و تربیت خلاف آن نیک مردان باشند. گفت اینها کدام است؟ گفتم گمان می کنم مرد نیک سرشت وقتی حکایتی را نقل می نماید چون به گفتار یا کردار شخصی نیکوکار رسید استیحاش نخواهد داشت از اینکه به زبان وی سخن گوید و از این تقلید شرمنده نخواهد گشت، مخصوصا اگر عملی مردانه و عاقلانه از آن نیک مرد سر زده باشد، و حالان که اگر وی گرفتار ناخوشی یا عشق یا مستی یا یک وضع ناپسند دیگری شده باشد کمتر به تقلید عمل او حاضر خواهد شد، اما هرگاه به توصیف مادون خود رسد البته حاضر نخواهد شد که تقلید کسی پستر از خود را بنماید. استیهاش یعنی وحشت کردن. ممکن است گاهی کارهای خوب وی را تقلید کند، اما در هر حال از تعصیب او شرم خواهد داشت، زیرا اساساً تقلید این قبیل مردم کار او نیست و به علاوه تعصیب و تشبه به مادون را ننگ خواهد شمرد و چون آنان را خار می شمارد هرگز از آنها تقلید نخواهد نمود مگر آنکه به قصد تفریح باشد. گفت باید همین طور باشد. گفتم پس وی آن سبک روایت را به کار خواهد برد که اندکی پیش در مورد اشعار هومر نشان دادیم، یعنی سبک گفتار او مرکب از مقداری تقلید و مقداری روایت ساده خواهد بود، اما به طرزی که قسمت تقلیدی آن کم و قسمت روایت زیاد باشد. اینطور نیست؟ گفت البته طرز گفتار این گونه مردمان باید همین باشد. گفتم اما کسی که خصلتش خلاف این چنین کسی باشد هر قدر فرومایه تر باشد بیشتر مستعد تقلید خواهد بود و از هیچ چیز عار نخواهد داشت.
چنان که جدن در پیش همه کس از هر شی تقلید خواهد نمود، حتی آن چیزهایی که لحظه پیش گفتیم، یعنی صدای رعد و باد و تگرگ و محور و چرخ و قرقره و نوای شیپور و نی و سرنا و آلات دیگر و بانگ صدا یه سگ و گوسفند و پرندگان. پس طرز بیان وی در حقیقت منحصر به تقلید اصوات و حرکات خواهد بود و شیوه روایت ساده را تقریبا هیچ به کار نخواهد برد. گفت: آره، یقینا اینطور است. گفتم: دو نوع سبک گفتار که من به آن اشاره کردم همین بود. گفت: درست است. گفتم: از این دو سبک آن که اول گفتیم تغییر پذیر است و اگر آهنگ و وزن مناسب با آن را پیدا کنیم، دیگر حسن تقریر شرطی جز ادامه همان سبک ندارد. یعنی چون با اخلاق ثابتی سر و کار داریم، آهنگ و وزن ثابت برای تجسم آن کفایت خواهد کرد. گفت: آری، همینطور است. گفتم: برعکس این سبک، آن سبک دارای خصوصیاتی است درست مخالف آنچه حال بیان کردیم، یعنی تحولات آن به قدری زیاد و متنوع است که برای به کار بردن آن باید به همه نوع آهنگ و وزن توسل جست. گفت: درست است. گفتم: آیا نه این است که شعرا و به طور کلی همه راویان یا یکی از این دو سبک را به کار میبرند یا سبکی مرکب از این دو؟ گفت: البته همینطور است. گفتم: پس ما چه تصمیم داریم؟ آیا این هر سه سبک را در شهر خود مجاز خواهیم ساخت یا فقط یکی از آنها را میپذیریم یا سبک بینابین را قبول خواهیم کرد؟ گفت: به عقیده من باید سبک ساده را که متضمن تقلید مردان نیکسرشت باشد مجاز نمود و بس. گفتم: اما ای آدیمانتوس، شکی نیست که سبک مختلط هم دلپذیر است و سبک ضد آن یک هم که تو انتخاب کردی در میان کودکان و پرستاران آنها و مخصوصا توده مردم طالب زیادی دارد. گفت: آری، موافقت دارم. گفتم: شاید این سبک را برای شهر ما مناسب ندانی، زیرا در شهر ما کسی یافت نمی شود که استعدادهای اشخاص متعدد را داشته باشد، بلکه هر کس به کار خود می پردازد و بس. گفت: آری، راست است که این سبک مناسب نیست. گفتم: به همین جهت شهر ما تنها شهری است که کفش دوز آن فقط کفش دوز است، نه اینکه در آن واحد دریانورد هم باشد و زاره آن زاره است و بس، نه اینکه کار قضاوت را با زراعت تو هم سازد و سرباز آن فقط سرباز است، نه اینکه هم تجارت کند هم سربازی و سایرین هم همچنین. گفت: راست است. گفتم: پس اگر کسی وارد شهر ما شود که بتواند خود را به هر شکلی جلوه دهد و همه چیز را تقلید نماید و آنگاه بخواهد تحسین ما را نسبت به هنرها و اشعار خود جلب کند، ما وی را چنان که شایسته شخص مقدس و هنرمند و دلربایی است تجلیل خواهیم نمود، اما به او خواهیم گفت که کسی در شهر ما مانند وی یافت نمی شود و قانون هم توقف کسی را در شهر اجازه نمی دهد. بنابراین پس از این که سر او را بلمره تدهین نموده و تاجی از پشم بر فرق او نهادیم، او را روانه شهری دیگر خواهیم ساخت و برای شهر خود به شاعر و راوی ساده و بی تکلفتری اکتفا خواهیم کرد که به حال ما مفید باشد و تقلید از سبک تقریر نیکمردان نماید و در سخن گفتن تابع و مطیع قواعدی باشد که از ابتدا درباره تربیت سربازان وضع نمودیم. در اینجا وقتی کلمه پشم رو نوشته، یک زیرنویس داره در بارش. یونانی ها به رسم تجلیل و پرستش به سر مجسمه های خدایان روغن می مالیدند و تاج گل بر فرق آنها می نهادند و همین کار را با شعرای ملی خود هم می کردند. ادامه مطلب. گفت: آری، اگر کار به دست ما باشد همینطور خواهیم کرد. گفتم: گمان می کنم اینک آن قسمت از فرهنگ را که مربوط به گفتار و نقل داستان ها است به کلی تمام کرده باشیم، زیرا هم در باب مضمون و هم در باب سبک بیان آنها قواعدی به دست آوردیم. گفت: به نظر من هم همینطور است. گفتم: اینک به موضوع بعد می پردازیم که چگونگی آواز و الحان باشد. گفت: بسیار خوب. گفتم: همه کس بیدرنگ متوجه خواهد شد که ما در این باب چه عقیدهی باید اظهار کنیم تا با قواعدی که پیش ذکر کردیم مطابقت کند. گلاکون خندید و گفت: ای سقراط،
معلوم می شود من کسی نیستم، زیرا نمی توانم بیدرنگ استنباط کنم که قواعد مربوط به این امر چیست. هرچند حدس‌هایی زدم. گفتم اما لااقل یک نکته را می توانی تصدیق کنی و آن این است که آواز مرکب از سه جزء است: کلمات و آهنگ و وزن. گفت آری اینطور است. گفتم در مورد کلمات تفاوتی بین کلمات آواز ها و کلماتی که وابسته به آواز نیست وجود ندارد، زیرا هر دو نوع تابع همان قواعدی است که پیش درباره مضامین و سبک تقریر قائل شدیم. گفت همینطور است. گفتم مگر نه این است که آهنگ و وزن آواز باید با کلمات آن متناسب باشد؟ گفت البته اینطور است. گفتم اما گفتیم که گفتار ما باید خالی از گریه و زاری باشد. گفت بدیهی است. گفتم تو که موسیقیدانی هستی بگو ببینم مقام های حزن‌آور کدامند. در اینجا باز زیر نویس داره: برای پی بردن به مقامات موسیقی مورد اشاره که مانند مقامات موسیقی ما هر یک حالتی مخصوص به خود داشته، خوانندگان می توانند نوت‌های سفید پیانو را بی دخالت نوت‌های سیاه پی در پی به ترتیب زیر بنوازند: مقام میکسو لیدین از سول تا سول، مقام هیپو لیدین از دو تا دو، مقام ایونین از دو تا دو، مقام لیدین از فا تا فا، مقام دورین از ره تا ره، مقام فریژین از می تا می. تفاوت بین مقام هیپولیدین و مقام ایونین این است که در مقام ایونین نوت اصلی و تکیگاه مقاوم همان نوت دو است، و حالان که در مقام هیپولیدین تکیگاه مقام نوت فا است که در وسط اکتاو از دو تا دو قرار دارد. ادامه مطلب. گفت مقام معروف به میکسو لیدین است و نیز مقام هیپر لیدین و چند مقام دیگر از این قبیل. گفتم بسیار خوب، پس باید این مقام ها را متروک سازیم، زیرا اینها برای زنان نجیب هم نامناسبند تا چه رسد به مردان. گفت رأی تو را کاملا تصدیق می کنم. گفتم برای نگهبانان شهر هیچ عیبی بزرگتر از مستی و رخوت و تنبلی نیست. گفت راست است. گفتم مقام هایی که رخوت می آورد و برای مجالس عیش و نوش مناسب می باشد کدام است؟ گفت مقام موسوم به ایونین و نیز مقام لیدین است که آنها را مقامات سستی‌آور می‌نامند. گفتم ای رفیق، آیا این مقام ها برای مردان جنگی قابل استفاده است؟ گفت ابدا قابل استفاده نیستند و اکنون از انواع مقام ها جز مقام دورین و فریژین چیزی باقی نمانده است. گفتم من از این مقامات اطلاعی ندارم، اما آنچه به حال ما مفید تواند بود مقامی است که برای یک نوع تقلید مناسب باشد و آن تقلید آهنگ و صوت رادمردی است که در کارزار یا هر گونه کشمکش دیگر شجاعت به خرج دهد و آنگاه که به حکم سرنوشت در معرض آسیب بدنی و خطر مرگ واقع شود یا حادثه سهمگین بر وی رخ دهد، در همه حال پایدار مانده با شهامتی تزلزل ناپذیر ضربات روزگار را تحمل نماید. یک مقام دیگر نیز به حال ما سودمند است و آن برای بیان حال کسی است که با خاطری آسوده و فارغ از اندیشه دشمن به کارهای زمان صلح اشتغال ورزیده و برای توفیق خیش به درگاه خداوند دعا و مناجات کند، یا دیگر مردمان را با پند و اندرز خود هدایت نماید، یا آنگاه که سایرین از او چیزی بخواهند یا او را پند و نصیحت دهند به گفتار آنان دل بدهد و چون بدین طریق کامیاب گردید هرگز به خود غره نشود، بلکه در همه اعمال خود عقل و اعتدال را پیشه خیش قرار دهد و از آنچه برای وی واقع شود راضی باشد. پس این دو مقام که یکی از آنها نماینده مبارزه و دیگری نماینده صلح و صفاست، برای بیان حال مردمان خردمند و دلیر چه هنگام کامیابی و چه هنگام ناکامی کاملا مناسب است و خوب است. این دو را برای ما باقی گذاردی. گلاکون گفت
این مقاماتی که می‌خواهین باقی بماند درست همان است که من لحظه پیش نام بردم. گفتم پس ما برای آواز و آهنگ‌های خود نیازمند به سازهایی نیستیم که سیم‌های متعدد داشته و برای نواختن کلیه مقامات مجهز باشند. گفت نه، این احتیاج را نداریم. گفتم پس مجبور نیستیم در شهر خود از سازندگان چنگ و سنتور و دیگر آلات موسیقی که دارای سیم و پرده متعدد باشد نگاهداری کنیم. گفت نه. گفتم درباره سازندگان و نوازندگان فلوت چه عقیده ای داری؟ آیا آنها را در شهر راه خواهی داد؟ مگر نه این است که فلوت از همه سازهای دیگر بیشتر تنوع اصوات دارد و سایر آلات که برای نواختن کلیه مقامات مجهز هستند در حقیقت از آن تقلید شدند؟ گفت بدیهی است. گفتم پس سازهایی که باقی ماند عبارت است از چنگ دستی و قانون برای شهر و نی برای چوپانها در دهات. گفت از استدلال ما قطعا همین نتیجه حاصل می شود. گفتم ای رفیق، این کار تازه ای نبود که ما آپولون و سازهای او را بر مارسیاس و سازهای وی ترجیح دهیم. در اینجا زیر نویس داره. در اساطیر یونان آمده است که مارسیاس نامی علاقمند به فلوت بود. آپولون رب النوع را که چنگ می نواخت به مسابقه طلبید و چون در این مسابقه مغلوب شد، آپولون او را به یک درخت کاج بست و پوستش را کند. این افسانه کنایه است درباره برتری موسیقی یونان پرانتز باز چنگ پرانتز بسته بر موسیقی آسیا پرانتز باز فلوت پرانتز بسته. ادامه. گفت آری درست میگویی. گفتم ما شهر را از آن حالت تجملی که پسندیده نبود خلاص کردیم بدون اینکه متوجه کار خود شده باشیم. گفت آری کار عاقلانه ای کردیم. گفتم پس بیا این اصلاح را تکمیل کنیم. اکنون که از مسئله مقامات موسیقی فارغ شدیم باید به قواعد مربوط به وزن بپردازیم. قانونی که در این باب قائل می شویم این است که باید از تنوع و کثرت اوزان پرهیز کرد و باید تشخیص داد که کدام وزنها نماینده زندگانی مردمان آراسته و دلیر است و پس از تشخیص این نکته باید وزن و لحن را تابع کلمات یعنی شیوه سخنگویی آن گونه مردمان قرار دهیم. نه اینکه کلمات را فرع وزن و لحن سازیم، اما همانطور که مقامات را تو برای ما بیان نمودی تعیین وزن ها هم با تو است. گفت به راستی نمیدانم چه بگویم، فقط از آنچه فرا گرفتم این را میدانم که سه نوع وزن هست که قواعد عروض را از آن میسازند، همچنان که چهار پرده داریم که همه مقامات موسیقی از آن درست میشود، ولیکن در این باب که کدام وزن نماینده کدام نوع زندگانی است نمیدانم چه بگویم. گفتم پس در این خصوص باید عقیده دامون را بخواهیم تا بدانیم کدام وزنها حاکی از فرومایگی و کدام نماینده تندخویی و یا دیوانگی و سایر معایب است و کدام اوزان را میتوان برای صفات مخالف اینها تخصیص داد. در اینجا زیر نویس داره. دامون معلم معروف موسیقی و دستور زبان در قرن پنجم قبل از میلاد بود. ادامه. و همچنین وزنی را تعریف می کرد مرکب از یک حرکت سنگین و دو حرکت سبک و اشعاری را ذکر می کرد که در هر مصرع آن همین وتد شش بار تکرار می شد و آنها را طوری ترتیب می داد که من درست نمی فهمیدم، ولی صدا متناوباً بلند و کوتاه می شد و یک وزن منظمی تشکیل می داد و حرکت آخری آن گاه سبک و گاه سنگین بود و نیز اگر درست به یاد داشته باشم وزنی را ذکر می کرد که عبارت بود از یک حرکت سبک و یک حرکت سنگین و وزن دیگری عکس آن و تعادل ضربهای کوتاه و بلند آن را نشان می داد. همچنین در مورد بعضی از اینها حسن و قبحی قائل می شد که گویا به مناسبت تندی و کندی حرکت و یا کیفیت وزن و یا شاید هر دو بود. به هر حال درست به خاطر ندارم چه می گفت، اما چنان که گفتم این مسائل را باید به دامون با گذار نماییم، زیرا اگر بخواهیم در این باب پژوهش کنیم کار مباحثه ما طولانی خواهد شد.
آیا چنین نیست؟ گفت همین است. گفتم اما لااقل این نکته را می توانی تصدیق کنی که وزن نیکو قرین زیبایی است و وزن بد قرین زشتی. گفت شکی نیست. گفتم اما خوبی و بدی وزن فرع خوبی یا بدی شیوه گفتار است، یعنی وزن خوب توأم با گفتار زیباست و وزن بد توأم با گفتار نازیبا، همچنان که خوبی و بدی مقامات موسیقی نیز فرع همین اصل است، زیرا چنان که گفتیم وزن و مقام فرع کلمات و گفتار است نه کلمات فرع آنها. گفت در واقع اینها باید فرع کلمات باشند. گفتم اما هم شیوه گفتار هم مضمون آن فرع صفات روحی انسان است. گفت شکی نیست. گفتم همچنان که چیزهای دیگر را فرع شیوه گفتار دانستیم. گفت همینطور است. گفتم پس زیبایی گفتار و مقامات و حرکات و وزن فرع نیکی فطرت است، اما نه به معنی ساده لوحی، چون گاه می شود که اشخاص شیرین زبان مردم ساده لوح را نیک فطرت می خوانند، بلکه مقصودم حسن نیت واقعی است که جامعه صفات نیکی و زیبایی باشد. گفت درست گفتی. گفتم اگر جوانان ما بخواهند به آنچه وظیفه آنان است عمل کنند، بایستی جویای این صفات باشند. آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است. گفتم در نقاشی و در سایر هنرهای زیبا هم این صفات ظاهر می شود، همچنین است در صنایع پارچه بافی و حاشیه دوزی و معماری و ساختن اسباب خانه و نیز در موجودات طبیعی اعم از جاندارها و رستنیها، بدین معنی که در همه اینها زیبایی یا عدم زیبایی مشهود است و همچنان که عدم زیبایی و فقدان وزن و مقام با زشتی گفتار و کردار ملازمه دارد، وجود آن صفات هم با طبیعت فرزانه و خصلت نیکو همراه و قرین است. گفت صحیح است. گفتم پس وظیفه ما منحصر به این نیست که شعرا را تحت مراقبت قرار داده آنان را مجبور کنیم که یا در اشعار خود فقط فضائل اخلاقی را مجسم نمایند یا اساساً در شهر ما شعر نسازند، بلکه باید صاحبان هنرهای دیگر را هم تحت نظر گیریم و مواظبت کنیم که چه در نقاشی و حجاری، چه در معماری، چه در صنایع دیگر چیزی نسازند که اخلاق نکوهیده و افرادکاری و فرومایگی و زشتی را مجسم کند. و اگر کسی این قواعد را نتواند به کار بست، باید وی را از اشتغال در شهر خود ممنوع سازیم، زیرا نمی خواهیم که نگاهبانان ما در میان آثار فساد پرورش یابند و گویی در چراگاهی زهراگین زیست کرده هر روز از گیاهای مهلک آن تغذیه کنند و به تدریج سموم آن را جذب نموده و بدین طریق بدون آنکه خود متوجه باشند فسادی عظیم در نفس خیش راه دهند، بلکه ما باید در جستجوی هنرمندانی باشیم که مستعد درک زیبایی و لطافت باشند، زیرا در آن صورت جوانان ما مانند سکنه شهری صحت بخش از محیط سالم استفاده خواهند نمود و از هر سو که لطافت آثار هنرهای زیبا به چشم و گوش آنان فرارسد، مانند نسیم روح بخشی که از سرزمین سلامت وزیدن گرفته استقبال خواهند کرد و این نسیم آنان را از اوان طفولیت به طرزی نامحسوس مستعد درک زیبایی و خردمندی ساخته، روح ایشان را با این اصول معنوس و دمساز خواهد نمود. گفت الحق که بهتر از این نمیتوان آنان را پرورش داد. گفتم ای گلاکون، به گمان من پرورش روح به وسیله شعر و موسیقی رکن عمده تربیت است و آن از این سبب است که وزن و آهنگ با لطافتی که مخصوص آنهاست نفوذی خاص و تأثیری عمیق در روح دارد و بنابراین کسی که از این نوع تربیت کما هو حقه برخوردار شده باشد دارای طبعی لطیف می شود و حالان که کسی که فاقد آن باشد از لطافت طبع محروم خواهد بود و نیز در نتیجه همین تربیت است که انسان هر نقص یا کراهتی را که در آثار صنعت یا طبیعت وجود داشته باشد به خوبی درک کرده و از مشاهده آن حقا بیزار می شود.
در حالی که آثار زیبا را تجلیل نموده در درون روح خیش جای می دهد تا آنان را غذای معنوی و سرمایه شرافت و نیکوکاری سازد. چنین کسی آثار نازیبا را چنان که باید و شاید مذموم داشته و از بد جوانی حتی قبل از آن که اغلا علت آن را دریافته باشند از آن پرهیز می کند و چون نعمت عقل فرارسد آن را مانند دوستی دیرینه در آغوش می کشد، زیرا در نتیجه تربیتی که یافته است با عقل بیگانه نیست. گفت: به نظر من این تربیت روحی دارای همین خواص است که بیان کردید. گفتم: هنگامی که ما درس قرائت می گرفتیم فقط آنگاه از پیشرفت خود راضی می شدیم که دیدیم حروف معدودی را که آموخته ایم می توانیم در کلیه کلماتی که از آن حروف ترکیب یافته اند تشخیص دهیم و از این حروف هیچ یک را با نظر بی‌اعتنایی نمی نگریستیم، خواه در کلمه کوچک یافت می شد خواه در کلمه بزرگ، بلکه برعکس کوشش می کردیم که در همه جا آنها را تشخیص دهیم، زیرا این را یگانه راه آموختن قرائت می دانستیم. گفت: راست است. گفتم: اگر ما نقش حروفی را فرزند در آب یا آبگینه مشاهده کنیم، شناختن آن برای ما ممکن نیست مگر آنکه اصل آن حروف را بشناسیم، زیرا شناختن هر دو مستلزم علم و مهارت واحد است. گفت: درست گفتی. گفتم: پس قسم به خدایان که نه ما صاحب فرهنگ خواهیم شد نه نگاهبانانی که در سر تربیت آنان برآمده ایم، مگر آنگاه که بتوانیم صفات اعتدال و شهامت و جوانمردی و علو همت و سایر خصایل نظیر آن را با کلیه رذایل که عکس این صفات است به هر کیفیتی که یافت شود تشخیص دهیم و هر کجا که اصل آنها موجود یا نقشی از آنها منعکس باشد بیدرنگ آن را تمیز دهیم و به آن توجه کنیم، چه در جایی کوچک یافت شود چه در جایی بزرگ، و متذکر باشیم که تشخیص نقش هر چیز همان علم و مهارت را می‌خواهد که برای شناختن اصل آن لازم است. گفت: به حکم منطق این نکته صحیح است. گفتم: پس برای صاحبان بصیرت زیباترین منظره مشاهده کسی است که دارای روحی زیبا باشد و در جسم وی نیز آثار زیبایی مشهود باشد، چرا که صفات درونی و برونی با یکدیگر تجانس کامل دارند. گفت: آری، این زیباترین منظره است. گفتم: مگر نه این است که آنچه زیباست عشق می انگیزد؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس صاحبان فرهنگ بر کسانی که دارای این زیبایی و تجانس باشند عاشق و از غیر آنان بیزار خواهند بود. گفت: آری، اما این بیزاری در صورتی است که عیب در روح باشد، و الا اگر کسی فقط عیب بدنی داشته باشد صاحب فرهنگ با وجود این وی را دوست خواهد داشت. گفتم: فهمیدم، لابد یک چنین کسی را دوست داشته ای یا هنوز دوست داری و بر تو خورده نمیگیرم، اما بگو ببینم آیا افراط در خواهش های نفسانی هیچ تجانسی با اعتدال دارد؟ گفت: این چه سوالی است؟ افراط در لذایذ همان اثر سوء را که از درد و الم ناشی می شود در روح انسان ایجاد می کند. گفتم: آیا به طور کلی هیچ تجانسی با نیکوکاری دارد؟ گفت: ابدا. گفتم: با هرزگی و ناپرهیزی چطور؟ گفت: تجانسش بیشتر است. گفتم: آیا تو لذتی بالاتر و بزرگتر از لذت مقاربت سراغ داری؟ گفت: نه، لذتی هم سراغ ندارم که از آن جنون آمیزتر باشد. گفتم: برعکس، عشق حقیقی عشقی است متین و حکیمانه که موضوع آن نظم و زیبایی است. گفت: البته. گفتم: پس نباید گذاشت جنون یا هر نوع افراط در این عشق حقیقی راه یابد؟ گفت: نه. گفتم: پس نباید اجازه دهیم که شهرت در عشق حقیقی راه یابد و در روابط میان عاشق و معشوق که یکدیگر را با محبتی خالص دوست می‌دارند وارد شود. گفت: ای سقراط، الحق نباید چنین چیزی را مجاز نماییم. گفتم: به نظر من اینک نتیجه معلوم شد و آن این است که دو در شهری که ما تأسیس می کنیم چنین مقرر خواهی نمود که عاشق البته به شرط رضایت معشوق می تواند با وی نشست و برخاست کند و او را ببوسد و در آغوش گیرد، ولی فقط آنطور که پدر با پسر خود چنین می کند، یعنی با نیت پاک، و هیچگاه نباید روابط میان عاشق و معشوق نوعی شود که دیگران گمان برند که عاشق از آنچه ما گفتیم قدم فراتر نهاده، زیرا در آن صورت وی را مردی فاقد تربیت و ظرافت خواهند پنداشت. گفت: همینطور است. گفتم: اینک گمان می کنم که بحث ما درباره تربیت روحی پایان یافته باشد، یا لااقل
میتوان گفت موضوع به جایی که باید میرسید رسیده است، زیرا هدف تربیت روحی همین است که انسان بر زیبایی عاشق شود. آیا با نظر من موافق هستی؟ گفت آری، عقیده من هم همین است. گفتم پس بعد از تربیت روحی، تربیت بدنی است که بایستی برای جوانان فراهم شود. گفت البته. گفتم پرورش بدن باید از کودکی آغاز شود و در همه دوران عمر ادامه یابد. اینک من نظر خود را به تو میگویم تا درباره آن تأمل کنی. عقیده من آن است که سلامت بدن ولو به درجه کمال رسد، به خودی خود موجب سلامت روح نمیتواند شد. و حالا که برعکس، در سلامت روح خاصیتی است که همه محسنات ممکنه را در جسم ایجاد میتواند کرد. در این باب نظر تو چیست؟ گفت همان نظری است که تو داری. گفتم پس باید ببینیم از این ترتیبی که برای روح مقرر نمودیم چه قواعدی میتوان اقتباس کرد که تربیت بدنی تابع آن باشد. و در اینجا باید به کلیات اکتفا کنیم و از درازی سخن بپرهیزیم. آیا به نظر تو خوب نیست چنین کنیم؟ گفت بسیار خوب است. گفتم ما پیش از این گفتیم که نگاهبانان باید از مستی بپرهیزند، زیرا برای نگاهبان بیش از هر کس نازیباست که مست شود و نداند که کجاست. گفت آری، این به راستی خنده آور است که نگاهبان خود نیازمند به نگاهبان دیگر باشد. گفتم درباره خوراک آنها چه میگویی؟ نگاهبانان ما ورزشکارانی هستند که باید به سخت‌ترین کشمکش‌ها تن در دهند. آیا چنین نیست؟ گفت همین است. گفتم آیا سبک زندگی ورزشکاران امروزی به حال آنان مناسب خواهد بود؟ گفت شاید مناسب باشد. گفتم اما زندگی آنان زندگی خوابالود و ناسالمی است. مگر نمی‌بینی که ورزشکاران همه عمر را به خواب می‌گذرانند و اگر سر سوزنی از روش معمولی خود انحراف جویند، دچار بیماری سخت می‌شوند؟ گفت آری، این پیداست. گفتم ما باید برای ورزشکاران جنگی خود دستور زندگی شایستری معین کنیم، زیرا اینان بایستی مانند سگ همیشه بیدار باشند و چشم و گوششان حتی المقدور باز باشد و آنگاه که میدان جنگ می روند و آب و خوراکشان غالبا تغییر می کند و گاه با گرمای سوزان و گاه با سرمای زمستان روبرو می شوند، باید این تغییرات را تحمل کنند و تندرستی خود را از دست ندهند. گفت عقیده من هم همین است. گفتم بنابراین بهترین تربیت بدنی آن است که قرینه تربیت روحی ساده‌ای باشد که هم اکنون بیان کردیم. گفت منظورت چیست؟ گفتم منظورم این است که تربیت بدنی بایستی ساده و موزون و مخصوصا وسیله آموختن فن جنگ باشد. گفت این چگونه میتواند بود؟ گفتم در این باب کافی است که از هومر سرمشق گیریم. چنان که میدانی وی در جایی که از خوراک قهرمانان در میدان جنگ سخن میگوید اسمی از ماهی نمیبرد و حالا اینکه محل کارزار کنار دریا یعنی ساحل هلسپونت است و از گوشت جویده هم چیزی نمیگوید، بلکه فقط کباب را ذکر میکند که تهیه آن برای سربازان از هر چیز آسان تر است، زیرا اگر احتیاج منحصر به تهیه آتش باشد این کار تقریبا در همه جا آسان تر از حمل ظروف و اسباب آشپزی است. گفت البته. گفتم گمان میکنم که هومر در هیچ جا ذکری از چاشنی ها هم نکرده باشد. در حقیقت ورزشکاران خود میدانند که اگر بخواهند تندرست بمانند باید از هر چیزی زائد پرهیز کنند. گفت چه خوب است که آنها به این نکته توجه دارند و آن را رعایت می نمایند. گفتم ای دوست عزیز، اگر تو این نکات را صحیح بدانی پس خیال نمی کنم که سورهای معروف شهر سیراکوز و خوراکی‌های رنگارنگ مردم سیسیل را بپسندی. گفت نه. گفتم همچنین برای کسی که بخواهد تندرست بماند مصاحبت معشوقه جوان کورنتی را هم تجویز نخواهی کرد. گفت ابدا. گفتم قطعا شیرینی های شهر آتن را هم که از لذت طعم آن مشهور است نمیپسندی. گفت نه. گفتم این خوراکی ها و این طرز زندگی را میتوان به آن آهنگ ها و آوازهایی که همه مقامات و وزن ها در آن یافت میشود تشبیه نمود. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم در آن مورد تنوع را موجب بی‌نظمی دانستیم. اینجا میگوییم تنوع بیماری میآورد و برعکس سادگی در موسیقی موجب اعتدال روح است و در تربیت بدنی موجب سلامت جسم. آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اما اگر بی‌نظمی و بیماری در شهر زیاد شود، دادگاه‌ها و درمانگاه‌های متعددی باز خواهد شد و آنگاه که نه فقط بندگان بلکه آزاد مردان نیز دست دست با اشتیاق بدین حرفه روی آورند، البته کار وکیل دعاوی و پزشک بالا خواهد گرفت. گفت البته. گفتم آیا برای اثبات اینکه سطح فرهنگی عمومی پست و نامناسب است دلیلی بالاتر از این میتوان اقامه نمود
که نه فقط عوام و پیشوران بلکه مردمانی هم که به معلومات و روشنفکری خود میبالند نیازمند به پزشک و قاضی مجرب میباشند. آیا به نظر تو این مایه ننگ و دلیل نقص تربیت نیست که انسان به جای توسل به عدالت، نفس خیش به عدالت آریه‌ای تشبث جوید و بیگانگان را حاکم و قاضی حق خود نماید؟ گفت: به راستی که این از هر چیز شرم‌آورتر است. گفتم: اما از این شرم‌آورتر آن است که نه تنها قسمت اعظم عمر خود را در دادگاه‌ها صرف اقامه دعاوی یا جوابگویی در مقابل شکایات دیگران کند، بلکه از فرط فرومایگی بر خود ببالد که در فن تعدی به غیر استاد است و هزار راه تفره و نیرنگ و گریز می داند و مانند شاخه بید خم می تواند شد تا از دست مأمور مجازات فرار کند، و این همه به خاطر منافعی پست و ناچیز است و حالان که چقدر پسندیده تر و سودمندتر است که انسان زندگی خود را نوعی تنظیم کند که کارش به دادرس خوابالود نکشد. گفت: آری، این که گفتی در حقیقت شرم‌آورتر است. گفتم: اکنون مسئله مراجعه به پزشک را در نظر بگیر. منظورم مراجعه برای زخم‌بندی یا معالجه بیماری فصلی نیست، بلکه این را می‌خواهم بگویم که مردم بر اثر تنبلی و آن ناپرهیزی‌هایی که بیان نمودیم بدن خود را مانند باتلاق پر از رطوبت و باد می‌کنند و به فرزندان آسکولاپ فرصت می‌دهند که نام‌های جدیدی برای این گونه بیماری‌ها اختراع کنند، مانند نفخ و نزله. آیا موافق هستی که این هم شرم‌آور است؟ گفت: به راستی نام‌هایی که بر بیماری‌ها می‌گذارند تازگی و قرابت دارد. گفتم: آری، به عقیده من این نام‌ها در زمان آسکولاپ وجود نداشت و دلیلی که بر این حدس دارم این است که وقتی اوریپیل در جنگ تروآ مجروح شد، زنی پیش آمد و پیاله‌ای از شراب پرامنوس که روی آن مقدار زیادی آرد جو و پنیر رنده کرده پاشیده بود به او داد که بنوشد. این شربت البته بسیار نفخاور است، ولی که با این حال فرزندان اسکولاپ ایرادی نکردند و بر پاتروکلوس هم که زخم را درمان می‌کرد خورده نگرفتند. گفت: به راستی هم برای کسی که در چنین حالتی باشد این شربت غریبی است. گفتم: نه چندان غریب هم نیست. فراموش مکن که می‌گویند در ایام پیش از هرودیکوس، در اینجا یک زیرنویس داره، هرودیکوس طبیب ظاهراً معلم بقراط بوده و ضمن عقایدی که نسبت به حرفه خود داشته اهمیت مخصوصی به ورزش بدنی می‌داده و دویدن و کشتیگیری و حمام بخار را غالباً تجویز می‌کرده است. ادامه: شاگردان اسکولاپ طریقه درمانشناسی امروز را به کار نمی‌بستند، یعنی اینقدر با مرض مدارا نمی‌نمودند. هرودیکوس معلم ورزش بود، ولی هنگامی که علیل و مبتلا به وسواس شد، طب و تربیت بدنی را با یکدیگر مخلوط کرد و به نتیجه اول خود و سپس نسل‌های آینده را دچار زحمت نمود. گفت: چطور؟ گفتم: وی خود را گرفتار مرگ تدریجی کرد، زیرا از آنجایی که مرض او کشنده بود، وی با وجود مداوای دائم نمی‌توانست خود را شفا دهد و در عین اینکه همه کاری را کنار گذاشته و به معالجه خیش پرداخته بود، هر وقت سر سوزنی از مراقبت‌های خود می‌کاست، دچار نگرانی شدیدی می‌گردید و هر چند سرانجام بروز علم خود را به سنین پیری رسانید، ولی در حقیقت در همه دوران عمر خیش مشرف به موت بود. گفت: پس عجب بهره ای از فن خود برد. گفتم: پیش از این نباید انتظار می داشت، زیرا از این نکته غافل بود که اگر اسکولاپ این طرز معالجه را به فرزندان خود نیاموخت، از نادانی یا عدم تجربه نبود، بلکه به علت درک این حقیقت بود که در شهری که منظم و آراسته باشد، هر فردی وظیفه دارد که باید به انجام آن همت گمارد و کسی را فراغت آن نیست که عمر خیشتن را به بیماری و مداوا بگذراند. عجیب است که ما وقتی از پیشوران سخن میگوییم به این نکته پی میبریم، اما در مورد توانگران و آنان که سعادتمند محسوب میشوند از آن غافلیم. گفت: چطور؟
گفتم درودگر اگر بیمار شود از پزشک یا داروی استفراغ یا مسهل می خواهد و یا داغ و نشتر طلب می کند، ولی اگر مداوای طولانی برای او مقرر دارند و به او سفارش کنند که سر خود را خوب پیچیده و بدین گونه دستورها عمل کند، وی به زودی جواب خواهد داد که فرصت بیماری ندارد و اگر مجبور باشد به اینکه از کار خود دست کشیده و صرفاً به درمان درد خود بپردازد، برای او یک چنین زندگانی سودمند نخواهد بود. بنابراین وی پزشک را از پیش خود رانده و روش عادی زندگی خود را از سر می گیرد. آنگاه با بازگشت تندرستی به کار خود مشغول خواهد شد و با و یا چنانچه مزاج وی توانایی مقاومت را از دست داده باشد، به وسیله مرگ از رنجهای خود رهایی خواهد یافت. گفت آری، تبابتی که به درد یک چنین کس می‌خورد همین است. گفتم علت آن چیست؟ مگر نه این است که وی پیشه‌ای دارد که باید بدان عمل کند، وگرنه معاش خود را تأمین نمی‌تواند کرد. گفت این بدیهی است. گفتم برعکس، درباره توانگر میتوان گفت که وی کاری ندارد که اگر مجبور به ترک آن شود از تأمین معاش خود عاجز ماند. گفت این هم درست است. گفتم آیا این بیان فوسیلیدس را نشینده ای که میگوید انسان پس از آنکه معاش خود را تأمین نمود باید نیکوکاری را پیشه خود سازد؟ گفت به عقیده من پیش از آن هم باید این دستور را به کار بندد. در اینجا زیر نویس داره. فوسیلیدس یکی از شعرهای معروف قرن ششم قبل از میلاد بود که اشعار زیادی متضمن پند و اندرز ساخته و رباعیات اخلاقی او مشهور بوده است. ادامه. گفتم بهتر است در این باب با فوسیلیدس مجادله نکنیم، بلکه پیش خود ببینیم که آیا برای توانگر هم نیکوکاری لازم است یا لازم نیست، و اگر دیدیم که وی نیز بی نیکوکاری زیست نمیتواند کرد، آنگاه ملاحظه کنیم که آیا همین وسواس و زیاده روی در تیمار بدن که درودگران و پیشوران دیگر را از اشتغال به وظیفه خود باز می‌دارد، توانگر را نیز از عمل به پند فوسیلیدس باز می‌دارد یا نه؟ گفت به جرأت می‌گوییم که هیچ چیز به اندازه همین زیاده روی در تیمار بدن، یعنی تجاوز از حدود اقتضای تربیت بدنی، وی را از عمل به آن پند باز نخواهد داشت. حتی این زیاده روی امور خانداری و لشکرکشی و مشاغل کشوری را هم مختل می سازد. گفتم اما بزرگترین عیب آن این است که مانع هر گونه مطالعه و اندیشه و تفکر می گردد، زیرا مردم همیشه از سردرد و سرگیجه ترس دارند و آن را نتیجه مطالعات فلسفی می دانند. پس این افراد در تیمار بدن هر جا که پیدا شود سد بزرگی است در راه نیکوکاری و تهذیب نفس، زیرا موجب می شود که انسان همواره خود را بیمار پندارد و از بیماری خود نزد دیگران شکر کند. گفت آری همینطور است. گفتم بنا به این می توان گفت به همین مناسبت است که اسکولاپ فن طبابت را فقط برای کسانی اختراع نموده که مزاج و روش زندگانی آنان قرین سلامت باشد، ولی مبتلا به یک مرض مشخص و موقتی گردند. درباره این گونه بیماری ها وی استعمال دارو و عمل جراحی را جایز ندانسته، بیان که در روش زندگی آنها تغییری قائل شود، و بدین طریق اسکولاپ منافع کشور را حفظ کرده است. اما در مورد بیمارانی که مبتلا به مرض مزمن و دامنگیر باشند، وی نخواسته است زندگی پرمشقت آنان را به وسیله معالجات تدریجی و تجویز جوشانده و مسهل طولانی کند و باعث شود که آنها اطفالی مانند خودشان به وجود آورند. به عبارت دیگر وی کسانی را که زندگی طبیعی نتوانند کرد اصولا قابل پرستاری نمی‌دانست، زیرا به عقیده او مراقبت از آنها نه به نفع خود آنهاست و نه به نفع کشور. گفت از این قرار تو اسکولاپ را یک مرد سیاسی می‌دانی؟ گفتم در واقع هم مرد سیاسی بود و دلیلش این است که فرزندان وی در آن واحد هم در میدان تروبا دلیرانه می‌جنگیدند و هم با پیروی از اصولی که بیان نمودیم طبابت می‌کردند. اگر این روایت هومر را به یاد داشته باشی، آنگاه که تیری از دست پاندارس به مناس اصابت کرد، آنان خون جراحت را مکیدند و بر زخم وی مرهم نهادند، بیان که برای او دستوری درباره خوردنی و آشامیدنی تعیین کنند، همانطور که برای
اوریپیل همچنین دستوری ندادند، زیرا چنین عقیده داشتند که سربازی که بیش از زخمی شدن دارای مزاج سالم و زندگی منظمی بوده از همین مرهم ساده شفا خواهد یافت، ولو در همین حین از آن شربت آمیخته به آرد جو و پنیر رنده کرده هم بنوشد. و اما در مورد کسی که طبیعتاً بیمار و ناپرهیز باشد، آنها عقیده داشتند که طولانی شدن عمر وی نه به نفع خود اوست، نه به نفع کشور، بلکه اصولاً فن طبابت برای یک چنین کسی درست نشده و مراقبت از وی شایسته نیست، حتی اگر از میداس غنی‌تر باشد. گفت: پس به عقیده تو فرزندان اسکولاب اشخاص زیرکی بودند؟ گفتم: همینطور است، هرچند مصنفین تراژدی و پیندار با عقیده من موافق نیستند و دو چیز درباره اسکولاب میگویند، یکی اینکه وی فرزند آپولون بود، دیگر اینکه رشوه میگرفت و مرد توانگری را که مشرف به موت بود نجات داد و چون چنین کرد سائقه او را از پای درآورد. ولی ما به حکم آنچه پیش گفتیم این دو گفته را نمیتوانیم تو امن قبول کنیم، بلکه میگوییم که اگر وی فرزند خدا بود رشوه خوار نمیتوانست باشد و اگر رشوه خوار بود فرزند خدا نمیتوانست باشد. گفت: درست است، اما ای سقراط در این باب چه میگویی؟ شهر ما البته نیازمند به پزشک خوب است و پزشک خوب کسی است که از مزاجهای خوب و بد هر دو تجربه ای داشته باشد، همچنان که قاضی خوب کسی است که حتی المقدور به اخلاق همه نوع مردم آشنا باشد. گفتم: آری راست است که نیازمند به پزشک خوب و قاضی خوب هستیم، اما آیا میدانی که به نظر من کدام نوع پزشک و قاضی را میتوان خوب دانست؟ گفت: بگو تا بدانم. گفتم: سعی میکنم که مطلب روشن شود، اما تو حکم واحد درباره دو موضوع مختلف کردی. گفت: چطور؟ گفتم: مطابق آنچه تو گفتی پزشک حاذق کسی است که از آغاز زندگی هم اصول علمی فن خود را آموخته و هم حداکثر تجربه را درباره بیماری ها و ابتلاعات بدن کسب کرده باشد و خود نیز به علت ضعف مزاج به همه گونه مرض مبتلا شده باشد. البته به نظر من چون پزشک جسم را به وسیله جسم معالجه نمی کند، شرط پزشک شدن این نیست که شخص از عیب جسمانی عاری و از ابتلا به امراض مصون باشد، بلکه علاج جسم به قوه نفس صورت میگیرد و لهذا نفس اگر خود علیل و معیوب باشد هیچ دردی را دوا نمیتواند کرد. گفت: راست است. گفتم: اما ای دوست عزیز، موضوع قاضی حکمی دیگر دارد، زیرا قضاوت حکومت نفس است بر نفس و شایسته نیست که قاضی از سنین جوانی با نفوس شریر آمیزش داشته باشد و یا خود همه خطاها را مرتکب شده باشد تا بتوان گفت که همچنان که پزشک مرضی را که خود بدان مبتلا بوده در بیماران دیگر بهتر تشخیص می‌دهد، به همان طریق قاضی همچنان که خود خطاکار بوده باشد زودتر به خطای دیگران پی خواهد برد. برعکس لازم است که چنین کسی در جوانی پاک و منزه مانده باشد تا در نتیجه صفای درونی خیش بتواند درست را از نادرست تمیز دهد و همین جهت است که مردمان نیک در جوانی ساده هستند و از بدکاران به آسانی فریب می‌خورند، زیرا آنان در دل خود نمونه‌ای از آنچه به خاطر بدکاران می‌گذرد نمی‌یابند که با آن مقایسه کنند. گفت: آری، آنها همینطور هستند که می‌گویی. گفتم: بنابراین قاضی خوب جوان نمیتواند بود، بلکه باید پیر باشد و معنی ظلم را دیرگاه درک کرده باشد، یعنی نه در نتیجه آلوده ساختن نفس خیش بدین عیب، بلکه بر اثر تحقیق و درک کیفیت آن در نفوس دیگر تا بتواند سرانجام این عیب را به مدد علم تشخیص دهد، نه به واسطه تجربه شخصی. گفت: آری، چنین کسی بیشک قاضی شریفی خواهد بود. گفتم: این است آن قاضی خوبی که تو میخواستی، زیرا خوب آن چنان کسی است که دارای نفس نیکو باشد و اما آن مرد هیلگر و بدگمانی که هزاران ستم روا داشته و خیشتن را فرد کاردان و محتالی میپندارد، آنگاه که سر و کارش با امثال خود باشد زرنگی و زیرکی مخصوصی از خود نشان خواهد داد، زیرا از باطن خود به باطن آنان پی میتواند برد. ولی برعکس وقتی که با مردمان نیکو و مسن روبرو شود عجز وی آشکار میگردد، زیرا معلوم خواهد شد که بدگمانی او عین سفاهت است و وی از درک راستی و درستی عاجز میباشد، زیرا در باطن خود نمونه ای از این صفات نمیتواند یافت. اما با این حال چون سر و کار چنین کس بیشتر با بدکاران و کمتر با مردمان نیک است، وی هم در نظر خود هم در نظر دیگران به صورتی مردی قابل جلوه می کند و نادانی او آشکار نمی شود. گفت: کاملا درست است.
گفتم پس آن قاضی خوب و قابلی که مورد نیاز ما است این کس نیست، بلکه آن دیگری است، زیرا طینت بد هرگز نمیتواند هم بدی هم خوبی هر دو را بشناسد و حالان که طینت خوب به کمک تربیت که صفا دهنده طبیعت است با گذشت زمان میتواند در این حال هم خوبی و هم بدی را درک کند. بنابراین به نظر من کسی که قاضی قابل میتواند شد همانا شخص نیکوکار است نه بدکار. گفت عقیده من هم همین است. گفتم پس تو در شهر تبابت و قضاوت را به شرحی که تعریف کردیم برقرار خواهی کرد تا در میان مردم شهر آنان که جسمن و روحن سالم هستند از آن استفاده کنند، و اما تکلیف باقی مردم شهر این است که آنان که جسمن علیلند باید به حال خود واگذار شوند تا بمیرند و آنان که روحن فاسد و اصلاح ناپذیرند باید به دست اهالی شهر کشته شوند. گفت آری، معلوم شد که صلاح حال این بیچارگان و هم صلاح کشور همین است. گفتم جوانان شهر ما چون از آن تربیت روحی ساده‌ای که مایه اعتدال نفس است بهره‌مند می‌گردند، حتی المقدور خواهند کوشید که کارشان به دستگاه قضاوت نکشد. گفت البته. گفتم به همین قیاس می‌توانیم بگوییم که کسی هم که پس از تربیت روحی به کار تربیت بدنی بپردازد، اگر بخواهد میتواند خود را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز سازد، مگر در موارد اضطراری. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا. گفتم چنین کس منظوری که از تمرینات و مشقتهای خود خواهد داشت همانا پرورش قوای معنوی است نه قوای جسمانی. برخلاف آن ورزشکاران دیگر که روش زندگی و تمرینات آنان فقط ناظر به تقویت جسم است. گفت صحیح است. گفتم ای گلاکون، آیا تو هم مانند مردم دیگر عقیده داری که موسیقی و ورزش را برای آن درست کردند که وسیله یکی از آنها روح و وسیله دیگر جسم انسان پرورش یابد؟ گفت پس منظور چه بوده؟ گفتم ممکن است هر دو اساساً به منظور پرورش روح مقرر شده باشد. گفت چطور؟ گفتم آیا ملاحظه ننموده ای که آنان که همه عمر را وقف ورزشکاری می نمایند و به موسیقی توجه نمی کنند دارای چه اخلاقی می شوند و نیز کسانی که کارشان عکس این است چه حالتی پیدا می کنند؟ گفت منظورت چیست؟ گفتم می خواهم بگویم که آن دسته وحشی و خشن بار می آیند و این دسته نرم و ضعیف و نفس. گفت آری، من دیدم که آنهایی که فقط به ورزشکاری می پردازند اخلاقاً بی اندازه خشن می شوند و آنهایی که منحصراً در پی موسیقی می روند طوری نرم می شوند که هیچ شایسته نیست. گفتم اما اصل و منشأ همین خشونت غریزه غیرت و حمیت است که اگر خوب تربیت شود مبدل به شجاعت می گردد، ولی اگر در تقویت آن افراد کند به حکم طبیعت منجر به سختی و خشونتی علاج ناپذیر می گردد. گفت تصدیق می کنم. گفتم همچنین می توان گفت که اصل و منشأ نرمی اخلاق هم طبع حکیمانه است که اگر سستی در آن راه یابد منجر به ضعف نفس می گردد، و حالان که اگر تربیت شود به صورت اخلاق ملایم و منظمی در می آید. گفت درست است. گفتم اما عقیده ما این است که این دو خصلت بایستی تو امن در مردان جنگی ما یافت شود. گفت همینطور است. گفتم پس این دو خصلت را باید با یکدیگر سازش داد. گفت البته. گفتم در نتیجه این سازش اعتدال و شجاعت توامن در نفس انسان ایجاد می‌گردد. گفت آری. گفتم برعکس، اگر این سازش حاصل نشود نفس انسان مبتلا به زبونی و خشونت خواهد شد. گفت راست است. گفتم پس اگر کسی به موسیقی مجال دهد که وی را به وسیله صدای فلوت مجذوب سازد و آن آهنگهای شیرین و ملایم و حزین را که درباره آن گفتگو می کردیم از مجرای گوش وارد روح او کند، چنان که گویی گوش او قیف است و خلاصه اگر آن کس همه عمر را به ترنم نغمات و حظ از زیبایی اصوات بگذراند، در آغاز کار همانطور که آهن از اثر آتش نرم می شود، آن عنصر غیرت هم که در نفس وی وجود دارد از این راه ملایم می گردد و خشونت خود را که به علت آن قبلا عاطل مانده بود از دست می دهد. اما چنانچه آن کس باز هم از موسیقی و درک لذت آن دست بر ندارد، طولی نخواهد کشید که شجاعت وی تحلیل رود و آب شود تا جایی که دیگر اثری از آن باقی نماند و همه تار و پود نفس او گسیخته شود و عاقبت وی به حالت سربازی ناتوان تنزل نماید.
گفت آری همینطور است. گفتم اگر طبیعت وی را ضعیف و نفس خلق کرده باشد، این اثر به زودی آشکار خواهد شد، و برعکس اگر او را غیور خلق کرده باشد، حس غیرت او دچار ضعف و تزلزل گردیده و به اندک چیزی مشتعل یا خاموش خواهد شد، و وی با اینکه در اصل غیور بوده، اینک به حالت مردی تندخو و آتشی و سودایی تنزل خواهد نمود. گفت راست است. گفتم برعکس اگر وی ورزشکاری و تنپروری را تنها پیشه خود سازد و به موسیقی و فلسفه توجهی نکند، در آغاز کار بر اثر تقویت بدن حس اطمینان به نفس و غیرت در او پیدا می شود و دلیرتر از پیش خواهد شد. گفت البته. گفتم اما اگر پس از آن باز هم ورزشکاری را دنبال کند و از معنویات بپریزد، آنگاه حتی اگر آرزوی کسب علم هم در دل داشته باشد، چون از علم بهره‌ای نگرفته و از هیچ نوع تحقیق و مباحثه و پرورش روحی استفاده‌ای نمی‌کند، استعداد وی عاطل خواهد ماند و سرانجام آرزوی کسب علم که بالقوه در او وجود داشته ولی بیدار و تحریک نشده است، ضعیف بلکه گویی کرکور خواهد شد. گفت به راستی همینطور است. گفتم آنگاه وی به یقین مخالف حکمت و دشمن معنویات خواهد شد، و اگر بخواهد دیگری را متقاعد سازد، این کار را از طریق استدلال نخواهد کرد، بلکه مانند بهایم زور و سبعیت را وسیله نیل به هدف خود قرار خواهد داد و بدین نحو زندگی خود را در منتهای نادانی و پستی و در عین محرومیت از لطافت و زیبایی به سر خواهد برد. گفت کاملا صحیح است. گفتم پس ظاهرا به خاطر همین دو عنصر نفس، یعنی شجاعت و حکمت بوده که یکی از خدایان هنرهای موسیقی و پرورش بدنی را به انسان عطا کرده است. یعنی این دو هنر یکی برای پرورش روح و یکی برای پرورش جسم مقرر نگردیدند، و ما نمیتوانیم چنین قضاوتی بکنیم مگر آنکه توجه به تأثیر فرعی آنها داشته باشیم، بلکه کار اصلی آن هنرها این است که دو عنصر شجاعت و حکمت را با یکدیگر سازش دهند و با رعایت تناسب لازم آنها را هماهنگ سازند، گویی سازی را با سخت و سست کردن سیم‌های آن کوک می‌کنند. گفت ظاهراً همین طور است. گفتم پس آن کسی که ورزش و موسیقی را با رعایت تناسب صحیح توام سازد و آن دو را به حد اعتدال در تهذیب نفس خود دخالت دهد، به جرأت میتوان گفت که کاملترین استاد فن موسیقی و ماهرترین نغمه پرداز هم‌آواست، و هنر وی به مراتب بالاتر از هنر کسی است که سیم‌های ساز را کوک کند. گفت ای سقراط، حقا میتوانیم چنین گوییم. گفتم پس ای گلاکون، اگر بخواهیم قانون اساسی خود را حفظ کنیم، برای کار حکومت به یک چنین کس احتیاج داریم، آیا اینطور نیست؟ گفت چرا، احتیاج مبرمی هم داریم. گفتم پس طرح کلی تعلیم و تربیت ما همین بود، و اما درباره رقص و انواع شکار و مسابقه های ورزشی و سوارکاری بحث در این مسائل سودی ندارد، زیرا پیداست که این تفریحات باید مطابق قواعدی باشد که مقرر نمودیم، و اینک منطبق ساختن آنها با این قواعد اشکالی ندارد. گفت البته مشکل نیست. گفتم پس در این باب توافق حاصل نمودیم، اینک باید ببینیم دیگر چه موضوعی باقی مانده است. به نظر من باید به این مطلب توجه کنیم که از میان اهالی شهر که بدین تربیت پرورش خواهند یافت، کدام افراد باید فرمان دهند و کدام افراد باید اطاعت کنند. گفت همینطور است. گفتم این واضح است که پیران باید فرمان دهند و جوانان باید اطاعت کنند. گفت آری واضح است. گفتم در میان پیران هم باید بهترین افراد را انتخاب کرد. گفت این نیز واضح است. گفتم مگر نه این است که در میان برزگران بهترین افراد آنها هستند که از کار کشاورزی سر رشته دارند؟ گفت چرا. گفتم پس در میان نگهبانان هم بهترین افراد که برای زمامداری امور مناسبند، به ضروره آنها هستند که بیش از سایرین قادر به حفظ کشور باشند؟ گفت همینطور است. گفتم اینان باید تیز هوش و فعال باشند و کمال علاقه را نسبت مسائل شهر به خرج دهند. گفت راست است. گفتم اما انسان علاقمند به چیزی است که آن را دوست بدارد. گفت این طبیعی است. گفتم همچنین انسان چیزی را دوست می‌دارد که مصلحت آن را با مصلحت خیش یکسان بداند، یعنی رونق آن را رونق خود و شکست آن را شکست خیش بپندارد. گفت راست است. گفتم پس ما باید از میان نگاهبانان کسانی را انتخاب کنیم که علاقمند
بودن آنان به مساله کشور به ثبوت رسیده باشد و مشاهده نموده باشیم که مادام العمر به آنچه در صلاح کشور است عمل می کنند و به هیچ قیمت کاری نمی کنند که مخالف با مصلحت عامه باشد. گفت آری، زمامداران شایسته همین ها هستند. گفتم به نظر من لازم است که ما در سنین مختلف عمر در پی اینان برویم تا در نتیجه مشاهدات خود یقین حاصل کنیم که آنها همیشه بدین اصل وفادار میمانند و هیچ تطمیع یا تهدیدی موجب نمی شود که اندیشه عمل مصلحت به کشور را ترک یا فراموش کنند. گفت منظورت از ترک اندیشه چیست؟ گفتم این را برای تو بیان می کنم. به نظر من هر عقیده ای ممکن است به دو صورت از خاطر انسان بیرون رود، یا با رضای او یا بی رضای او. با رضای انسان وقتی است که عقیده خطا بوده و بعد شخص به خطای خود آگاه شود، ولی بدون رضای انسان آنگاه عقیده از خاطر می رود که درست باشد. گفت این را فهمیدم که ممکن است عقیده ای را به میل ترک کنیم، اما در آن باب که ممکن است عقیده ای برخلاف میل انسان از خاطر برود تمنای توضیح دارم. گفتم چطور؟ مگر این را قبول نداری که انسان اگر چیزهای خوب یا چیزهای بد را ترک کند، آن یک به اکراه است و این یک به میل، و البته بازماندن از حقیقت از جمله بدی هاست و پی بردن به حقیقت از جمله خوبی ها. مگر تصدیق نمی کنی که اگر انسان درباره هر چیز عقیده درستی داشته باشد، حقیقت را درک نموده است؟ گفت چرا، حق با توست. و تصدیق می کنم که اگر شخص عقیده درستی را از دست بدهد، این برخلاف میل او است. گفتم علت از دست رفتن عقیده درست هم یا سرقت است یا افسونگری یا جبر. گفت این دفعه هم چیزی نفهمیدم. گفتم معلوم می شود که من به شیوه مصنفین تراژدی با عبارات مغلق سخن می گویم. منظورم از سرقت سلب عقیده اشخاص است، خواه به وسیله استدلال خواه به وسیله فراموشی، زیرا در این مورد گذشت زمان و در آن مورد اقامه دلیل موجب می شود که شخصی حتی بدون آنکه خود متوجه شده باشد عقیده خیش را از دست بدهد. آیا اکنون فهمیدی؟ گفت آری. گفتم اما مقصودم از جبر موردی است که انسان به علت غصه و رنج مجبور به تغییر عقیده گردد. گفت این را نیز فهمیدم و نظر تو صحیح است. گفتم افسونگری هم آن است که انسان بر اثر درک لذایز یا احساس ترس چنان فریفته و مسحور شود که عقیده خود را تغییر دهد. گمان می‌کنم در این باب با من هم قول باشی. گفت آری، راست است که هر چیز فهمیده‌ای نفس را شیفته می‌کند. گفتم پس به طوری که پیش هم گفتیم لازم است با توجه به این اصل که نگاهبان بایستی در همه حال مساله کشور را نصب العین قرار دهد، جستجو کنیم ببینیم که در میان نگاهبانان آنان که بدین اصل وفادارند کیستند، آنگاه باید آنها را از کودکی بیازماییم و به کارهایی بگواریم که مخصوصا وسوسه فراموشکاری و لغزش در انسان ایجاد کند. سپس باید کسانی را از میان آنها انتخاب کنیم که فراموشی به آنان دست ندهد و از لغزش مصون مانند. بالعکس کسانی را که از عهده این آزمایش برنیایند باید کنار گذاریم. آیا موافق نیستی؟ گفت چرا. گفتم همچنین باید آنها را به وسیله کارهای سخت و پرمشقت و مبارزات بیازماییم و مراقب نتیجه این امتحان باشیم. گفت صحیح است. گفتم یک آزمایش سوم هم هست که باید درباره آنان به کار بریم و مراقب نتیجه آن باشیم، و آن آزمایش استقامت آنهاست در مقابل عوامل فریبنده. یعنی همانطور که اگر کسی بخواهد جرأت کره اسبی را امتحان کند، آن را به جایی پر همهمه و آشوب میبرد، ما هم باید جنگجویان خود را در ایام جوانی با منازلی وحشت انگیز روبرو کنیم و سپس انواع خوشی ها را بر آنان عرضه بداریم، و همچنان که طلا را در آتش امتحان می کنند، ما نیز با همان دقت آنان را بیازماییم تا معلوم شود که در مقابل همه عوامل فریبنده مقاومت می توانند کرد و در همه حال متانت خود را حفظ می کنند و هم از خیشتن مراقبت می نمایند، هم با منتهای وفاداری مراقب اصول تربیت معنوی که خود از آن بهره بردن می باشند، و نیز رفتار آنان حاکی از روحی موزون و منظم است و خلاصه نوعی هستند که هم به حال خود و هم به حال کشور بسیار نافع می توانند بود. آنگاه ما برای زمامداری و نگاهبانی شهر خود کسی را انتخاب خواهیم کرد که متوالیاً چه در کودکی، چه در جوانی، چه در بزرگی از همه این آزمایش ها گذشته و پاک مانده باشد. ما وی را هم تا زنده است و هم پس از مرگ تجلیل خواهیم نمود و با شکوه ترین آرامگاه و
بقعه به یادبود او برپا خواهیم کرد، اما کسی که چنین نباشد از وی چشم می‌پوشیم. اکنون ای گلاکون، به عقیده من طریقه انتخاب زمامداران و نگاهبانان ما باید همین باشد. البته من به کلیات اکتفا کردم و به جزئیات نپرداختم. گفتم عقیده من هم همین است. گفتم اگر بخواهیم عنوان نگاهبان را به معنی کامل کلمه به کار بریم، باید آن را به همین اشخاص اطلاق کنیم، زیرا وظیفه حفاظت شهر چه در مقابل دشمنان خارجی چه در مقابل دوستان داخلی بر عهده آنهاست و آنانند که باید قدرت آسیب رساندن به شهر را از دوست سلب کنند و دشمن را هم از کینه‌توزی درباره شهر باز دارند. و اما جوانانی که اندکی پیشی آنها را نگاهبان می‌خواندیم، بهتر از آنان را معاون و مجری فرمان زمامداران بنامیم. گفت موافق هستم. گفتم لحظه پیش ما در گفتگوی خود اشاره به دروغ‌های لازم کردیم. حال اگر بخواهیم با یک دروغ خوب اول خود زمامداران و بعد دیگر مردمان شهر را فریب دهیم، راه آن چیست؟ گفت آن دروغ کدام است؟ گفتم مطلب تازگی ندارد، بلکه داستانی است که اصل آن از فینیقیه است و اگر قول مشهور و مقبول شعرا را بپذیریم، در ایام گذشته در بسیاری جاها به وقوع پیوسته است، هرچند در زمان ما اتفاق نیفتاده و شاید هرگز هم واقع نشود و قبولاندن آن هم به دیگران کار بسیار دشواری است. گفت چقدر در بیان این مطلب وسواس به خرج می‌دهی؟ گفتم وقتی موضوع را شنیدی دیگر از این تردید من تعجب نخواهی کرد. گفت بگو تا بشنوم و ترس نداشته باشم. گفتم البته منتها نمی‌دانم که آن جرأت و آن عباراتی را که برای بیان مطلب لازم است از کجا پیدا کنم. باری کوشش خواهم کرد که اول خود زمامداران و سربازان و سپس سایر مردم شهر را متقاعد سازم که آن تعلیم و تربیتی که به دستیاری ما برای آنان فراهم گردید و آثاری که از آن در خود احساس می‌کردند رویایی بیش نبوده و حقیقت امر این است که آنان همه در این مدت در شکم زمین پرورش می‌یافتند و هم خود و هم اسلحه آنها و هم آنچه دارند در آنجا آماده و مهیا شده و زمین که مادر آنان است آنها را به محض آنکه آماده شدند به این دنیا آورده است. پس اکنون بر آنها است که این سرزمین و مسکن خود را در حکم مادر و دایه بدانند و آن را از حملات دشمن حفظ کنند و سایر مردم شهر را مانند برادر تلقی نمایند، زیرا آنان نیز از شکم همین زمین بیرون آمدند. گفت بی جهت نبود که تو اینقدر در گفتن این دروغ تردید داشتی. گفتم ملاحظه کردی که حق با من بود، اما حالا باقی داستان را بشنو. من به نقل حکایت خود ادامه داده چنین خواهم گفت: شما که اهالی این شهر هستید همه برادرید، اما از میان شما آنان که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین آنها پربهاترین افرادند، و اما خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه‌وران آهن و برنج، و چون اصل و مبدأ همه شما یکیست، معمولا فرزندان شما هم مانند خودتان خواهند بود، اما گاه ممکن است که از طلا نسل نقره به وجود آید و از نقره نسل طلا و همچنین بین دو فلز دیگر. بنابراین اولین و مؤکدترین فرمان خداوند به زمامداران این است که مراقب کودکان باشند و مخصوصا دقت نمایند که در سرشت آنان کدام فلز به کار رفته، و اگر مشاهده نمودند که حتی فرزندان خودشان طبی آمیخته به برنج و آهن دارند، هیچ به حال آنان رحم نکنند، بلکه فقط حق سرشت آنان را رعایت نمایند، یعنی آنها را به پایه برزگران و پیشه‌وران تنزل دهند و چنانچه برعکس مردم این طبقه فرزندانی داشته باشند که طلا یا نقره در سرشت آنها پیدا شود، زمامداران باید ارزش آنان را تمیز دهند و آنها را در یک مورد به رتبه نگاهبان و در مورد دیگر به رتبه مرد جنگی ارتقا دهند، زیرا هاتف غیب چنین گفته است که شهر آنگاه که با آهن یا برنج حفظ شود نابود خواهد شد. حال آیا تو وسیله‌ای سراغ داری که با استفاده از آن بتوان مردم را وادار به قبول این داستان نمود؟ گفت برای کسانی که تو در نظر داری نه، اما شاید متقاعد نمودن فرزندان یا نوادگان آنها یا نسل‌های آینده ممکن باشد. گفتم حتی همان اندازه هم برای ترویج علاقه به وطن و هم میهنان کافی است، زیرا خیال می‌کنم به فکر
تو پی برده باشم. حال خوب است قبول یا عدم قبول این داستان را به افکار عمومی واگذار کنیم و به کار خود بپردازیم، یعنی سلاح به دست این فرزندان مرز و بوم دهیم و آنان را در پی رؤسای قوم روانه کنیم تا به شهر آمده و در آنجا مناسب ترین محل را برای تأسیس اردوگاه خود انتخاب کنند، یعنی محلی که از آنجا به بهترین نحو تسلط بر همه اهالی شهر داشته باشند، تا اگر بعضی از آنها آهنگ طغیان نمودند بتوانند به سرکوبی آنان بپردازند و نیز اگر دشمن از خارج مانند گرگی که به گله حمله می کند به شهر هجوم نمود بتوانند حملات وی را از همانجا دفع کنند. وقتی اردوگاه را ترتیب دادند و مراسم قربانی را هم به جا آوردند، آنگاه خیمه برپا خواهند کرد. نظر تو چیست؟ گفتم مطابق نظر تو. گفتم منظورم خیمه هایی است که آنان را از سرما و گرما حفظ کند. گفت فهمیدم مقصودت خانه است. گفتم آری، اما خانه سرباز نه خانه صراف. گفت چه فرقی بین آن دو قائل است؟ گفتم توضیح می دهم. هیچ چیز مهیب‌تر و شرم‌آورتر از این نیست که چوپان برای حفظ گله سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد که بر اثر عدم انضباط یا گرسنگی یا هرزگی مستعد اذیت گوسفندان باشند و به جای صفت سگ صفت گرگ از خود نشان دهند. گفت به راستی این مهیب است. گفتم پس ما باید همه گونه احتیاط به کار بریم تا مبادا نگاهبانان ما با مردم شهر یک چنین رفتاری کنند و از قدرت خیش استفاده نامشروع نمایند و به جای آنکه یار مهربان باشند ظالم بی امان شوند. گفت آری، این احتیاط لازم است. گفتم مطمئن ترین احتیاط همانا تربیت صحیح است. گفت این را که برای آنها تأمین کردیم. گفتم ای گلاکونه عزیز، چندان مطمئن نیستم، همینقدر یقین دارم که چنان که همکنون بیان کردم آنان باید از تربیت صحیح هرچه باشد برخوردار گردند تا نسبت به یکدیگر و کسانی که تحت حمایت آنها هستند حتی المقدور مهربان توانند بود. گفت راست است. گفتم گذشته از موضوع تربیت، عقل سلیم چنین حکم می کند که ما آنگاه که برای اینان خانه و اموال دیگر در نظر می گیریم کاری نکنیم که مانع توجه کامل آنها به وظیفه نگاهبانی که بر عهده دارند شود و یا موجب گردد که آنها با سایر مردم شهر بدرفتاری کنند. گفت به راستی حکم عقل سلیم همین است. گفتم برای آنکه اینان دارای صفاتی شوند که منظور ما است، لازم است که ما شرایط زندگی و مسکن آنها را به طرزی که اکنون بیان می کنم مقرر داریم. ملاحظه کن که آیا همین طور است یا نه. اولا هیچ یک از آنها چیزی که شخصا متعلق به او باشد نخواهد داشت، مگر اشیایی که در درجه اول اهمیت باشد. ثانیا هیچ کس دارای خانه یا انباری نخواهد بود که دیگران نتوانند آزادانه وارد آن شوند. و اما برای آنکه معاش اینان که مردان جنگی و ورزشکار و اهل اعتدال و شجاعت هستند تأمین شود، سایر اهالی شهر ترتیبی مقرر خواهند نمود که آنها در ازای خدماتی که انجام می دهند آذوقه کافی یک سال خود را بی کم و زیاد دریافت کنند. و اما آنها برای صرف غذا گرد سفره مشترک جمع خواهند شد و مانند سربازانی که به جنگ می روند همه با هم زندگی خواهند کرد. اگر طلا و نقره خواستند، ما با آنها خواهیم گفت که طلا و نقره آسمانی که موهبت الهی است در نهاد خود دارند و بنابراین نیازمند به طلا و نقره مردم این جهان نیستند. و اگر آن طلای آسمانی را که در نهاد خود دارند به طلای خاکی بیالایند، این خلاف دینداری است، زیرا چه بسا جرایمی که به خاطر طلای مسکوک و رایج به وقوع می پیوندد و حالان که طلایی که در روح آنان یافت می شود پاک است. و نیز خواهیم گفت که در میان همه مردم شهر تنها آنان باید این دستور را به کار بندند که هرگز با سیم و زر معامله نکنند، بلکه دست هم به آن نزنند و به جایی که این فلزات در آن یافت شود پای ننهند و طلا و نقره را زیور خیش نسازند و در پیاله زرین و سیمین چیزی ننوشند، زیرا تنها طریقه تأمین رستگاری خود آنان و کشور همین است. و حالان که اگر آنها مانند سایر مردم دارای زمین و خانه و پول شوند، به جای آنکه نگاهبان باشند بازاری و برزگر خواهند شد و به جای آنکه مدافع اهالی شهر باشند مدعی و دشمن آنان خواهند شد و در همه عمر آنها بدخواه دیگران و دیگران بدخواه آنها خواهند بود و هم آنها در راه دیگران و هم دیگران در راه آنها
دام خواهند نهاد و نیز آنان همواره از دشمنان داخلی بیش از دشمنان خارجی ترس خواهند داشت و هم خود و هم کشور را به ورطه هلاک خواهند کشاند. پس به این دلایل بود که من وضع این قواعد را درباره مسکن و اموال نگاهبانان لازم دانستم. حال آیا ضروری نیست که این قواعد را به صورت قانون درآوریم؟ گفت چرا، این بسیار ضروری است. صفحه 206 و پایان کتاب سوم.